سمفونی مردگان. موومان اول، بخش یکم. دود ملایمی زیر تاقهای زربی و گنبدی کاروان سرای آجیل فروش ها لمبر می خورد و از دهانه جلوخان بیرون می زد. ته کاروان سرا چند باربر در یک پیت حلبی چوب می سوزندند و گاه اگر جرأت می کردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند، تخمه هم می شکستند. پشت سرشان در جایی مثل دخمه، سه نفر در پاتیل‌های بزرگ تخمه بو می دادند. دود و بخار به هم می آمیخت و برف بند آمده بود. همه چراغ‌ها و حتی زنبوری‌ها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکده‌ای در مه شبیه بود. سمت راست دالان در حجره خشکبار معتبر دو مرد به گرمای چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. پشت میز اورهان اورخانی نشسته بود و کنارش ایاز پاسبان. ایاز پاسبان پنج شنبه ها به حجره می آمد. روی صندلی بزرگی می نشست و پاهاش را می گذاشت روی چهارپایه کوچک. عرق پیشانیش را پاک می کرد، چه تابستان و چه زمستان، و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود، روی یک گونی تخمه می نشست. می گفت، من با این هیکل گنده چجوری روی صندلی کوچک بنشینم؟ ها؟ اگر می خواست می توانست حتی پدر را با آن همه ابهت با دو انگشت بردارد و آویزان کند به چنگک های سخت. صورتی گوشتالو و بزرگ داشت، با سری کوچک و سالکی روی گونه چپ که حالا مثل بقیه صورتش چروک خورده بود. یک سیر پسته می خرید و هرچه اصرار می کردند که پولش را ندهد، زیر بار نمی رفت. پولش را می داد، پسته ها را مغز می کرد و کنار هم روی میز می گذاشت. بعد یک بار همه را در دهانش می ریخت. آن وقت اورهان می بایست براش یک لیوان آب خنک بیاورد. پدر خیلی دوستش داشت، هم به خاطر اینکه پاسبان قدیمی شهر بود و هم برای چیزهای زیادی که می دانست. شرق و غرب عالم توی مشتش بود، از هر چیزی سررشته داشت. پدر می گفت این یک آدم معمولی نیست. و شب عید 10-12 کیلو آجیل می فرستاد در خانهش و هفته به هفته مواجبش را می داد. و حالا هم که پدر از سالها پیش مرده بود، اورهان قرار هفتگی را رعایت می کرد. آن طرف پشت پیشخان دو کارگر جوان دست در جیب، پاپاخ بر سر، یقه پالتو را پشت گوش داده بودند و پچ پچه می کردند. مثل اورهان و ایاز، آرام و سر در گوشه هم. ایاز گفت، مثل شیر پشت سرت ایستادم. اورهان نمی دانست چه کند. مردد بود. گفت، توف سربالا نباشد. ایاز گفت، قال قضیه را بکن. اورهان گفت، اگر گوشه کار بیرون بیفتد چی؟ جواب داد، نباید بیفتد، باید زرنگ باشی. اورهان لحظه ای فکر کرد، بعد نگاهش را از ایاز دزدید. مثل یوسف؟ ایاز گفت، مگر کسی بویی برده، سالها گذشته و هیچ مشکلی پیش نیامده. اورهان گفت، با گوشهای خودم شنیدم که میگویند برادر کش. ایاز داد زد، گه میخورند، و صداش را پایین آورد. مردم پشت سر خدا هم حرف می زنند. اورهان گفت، ایاز جان، این یکی چاه ویل است، با سر نروم پایین. ایاز گفت، فقط بگو من رفیق پدرت بودم یا نه. اورهان گفت، اینها همه درست، اما ایاز گفت،
تو مرا یاد پدرت میاندازی. آدم هیزرگی بود. برهان دستی به سر بیموی خود کشید. صورتش را به چراغ زنبوری نزدیک تر کرد و گفت: من هیزرگ نیستم. جرأت هر کاری را دارم. ایاز گفت: از من پرسیدی این لکاته را چه کنم؟ گفتم طلاقش بده. ضرر کردی؟ حالا هم میپرسی این مردکه را چه کنم؟ میگویم کلکش را بکن. پس فردا که سر و کله دخترش پیدا شد، دیگر کاسب نیستی. یک وقت میبینی یک دختر موبور آمد اینجا و گفت: آقا، مغازه پدر من اینجاست؟ برهان ساکت مانده بود. ایاز گفت: حالا که کار به اینجا رسیده، معطلش نکن، همین حالا راه بیفت. برهان گفت: توی این برف کجا بروم؟ و بیرون را نگاه کرد. آسمان برفی بر زمین گذاشته بود که سالها بعد مردم بگویند همان سال سیاه. نیمی از مردم به سرپناه‌ها خزیده بودند، نیمی دیگر ناچار با برف و سرما پنجه در پنجه زندگی را پیش می بردند. برف همه را وا گذاشته بود. سکوتی غریب کوچه و خیابان را گرفته بود. لوله های آب یخ زده بود. ماشین ها کار نمی کردند. در خیابان ها کپه های برف روی هم تلمبار شده بود. کاسب ها پیاده رو را روفته بودند. اما هنوز نیم متری از بارش شب پیش روی زمین خابیده بود. در کوچه های باریک برف از سردر خانه ها می زد بالا و مردم از زیر تونل کنده بودند و با امنیت خاطر در کانال های به هم پیوسته رفت و آمد می کردند. بلا نازل شده بود؟ شاید. بسیار زمستان ها آمده و رفته بود. بسیار برف ها باریده بود. اما هیچ کس به یاد نداشت چنین برفی را، و کلاغ‌ها شهر را فتح کرده بودند، بر هر درختی چند کلاغ. در خانه هم بودند، با آسودگی روی طارمی‌ها و نرده ایوان می نشستند و ور می پریدند. خانه‌ای که دیوار بلند و قرنیزهای گوشدار و پنجره‌های دولایه داشت، سرد و بیروح زیر برف از یاد رفته بود. سقف اتاق‌های بالا شکم داده بود. بوی تعفن از سالها پیش در طبقه پایین مانده بود، بیان که آدمی در آن باشد یا چراغی بسوزد یا اقلن کسی برف پشت بام را بدهد پایین. حباب لاله های مردنگی سردر هم شکسته بود. زمانی هم بود که مادر بود و از کندی آرد می آورد، خمیر می کرد و در تندیر وسط آشپزخانه نان می پخت. آمیزه ای از دود خوشبوی نان و چوب لوله می شد و از اجاق بیرون می زد. و وقتی نان در می آمد، مادر شش قرص نان در دست مالی می پیچید که برای عمو صابر بفرستد. آیدین و اورهان سوار بر فرغون پنج اسبه سوی خانه عمو صابر می شتافتند و زن عمو صابر خوراکی های خوب در جیبشان می ریخت. زمانی بود که پدر وقتی از پله ها بالا می رفت، دستش را به نرده های لوله‌ای می گرفت و می شمرد. 21. آنجا پا پاخش را بر می داشت و به جارختی می آویخت. پالتوش را می کند و می تکاند و می آویخت. و شلوارش را دستمال می کشید اما نمی آویخت. در اتاق زیر تشکچهش می خواباند که صبح وقتی پوشید خط شلوارش خربزه را قاچ کند. یک خواهری هم بود که اسمش آیدا بود. آن پشت و پسله ها در آشپزخانه یا انباری با درد روماتیسم می ساخت و می سوخت و سوخت.
و حالا در سکوت و سرمای منده اتاقها ارهان نبود که بخزد زیر لحاف چرک مرده و خیال کند میتواند راحت بخوابد. نه، همه ی آدم ها مرده بودند و این آخری. گفت کلک این یکی را هر جور شده باید کند. ایاز گفت پس معطل چی هستی؟ اورهان گفت کجاست؟ ایاز پاسبان گفت مثل همیشه قهوه‌خانه شورابی؟ اورهان گفت توی این برف؟ ایاز گفت بچه عربستان که نیستی، بچه اردبیل با برف می آید، تازه شاید هم مرده باشد. اورهان گفت نه، می دانم که زنده است. ایاز گفت از کجا می دانی؟ بعد از 10 روز چجوری زنده است؟ اورهان با قاطعیت گفت آیدین زنده است. من باور نمی کنم که بمیرد. دیروز فهمیدم که یک دختر 15 ساله دارد. فهمیدم که شناسنامش دست آنهاست. اگر زنده باشد، فردا 1000 تا مدعی داریم، ایاز. ایاز گفت، پس برو، من مثل شیر پشت سرت ایستادم، آب از آب تکان نمی خورد. نگاه نکن که پیر شدم، من هنوز ایاز پاسبانم. اورهان به فسفس زنبوری گوش سپرد و به دختری فکر کرد که 15 ساله است. و موهاش بور است و یک روز خواهد آمد. ایاز سرش را خم کرد و به صورت اورهان زل زد. آرداش، تزل. اورهان ساکت بود. ایاز گفت من اگر جای پدر خدا بیامرزد بودم، همان سالها که آیدین کلش باد داشت و شاعربازی در می آورد، می بردمش سرحد داد. ردش می کردم برود. اورهان گفت پدر ازش می ترسید. ایاز گفت تو هم می ترسی. اورهان گفت نه، من نمی ترسم، من دلم نمی آمد. ایاز گفت هفته پیش اگر رفته بودی حالا هیچ غمی نداشتی. آدمیزاد باید بگوید آب و بخورد، بگوید نفس و بکشد، وگرنه مرده است. پاپاخش را به سر گذاشت، ایستاد، دگمه های پالتوش را به ترتیب از پایین به بالا بست، صاف و مرتب. آن وقت با تحکمی انگار به مادون گفت، چه می کنی؟ اورهان به خود آمد، سر بلند کرد و گفت، می روم. ایاز پا کوبید. مثل من، بلند شو، برو. و رفت. و یادش رفت مواجب هفتگیش را بگیرد یا شاید نخواست و اورهان را در بخت سنگینی واگذاشت و چه تنها یه غریبی به آدم دست می دهد، سحر می کند، مبهوت، مثل یک کوه، اما می شد ماند؟ لحظاتی بعد، درست، سر ساعت 2 بعد از ظهر، اورهان نتوانست به رسم عادت حساب دفتر روزنامه را وارد دفتر کل کند، هرچند که می‌خواست حساب‌ها را ببندد. با تشویش خاطر اسکناس‌های دخ را شمرد و در جیب شلوار فرو کرد. دفترها را در چارچوب چرتکه گذاشت و یادش رفت آن را در کشوی میز بگذارد و درش را قفل کند. اما پاپاخ را فراموش نمی کرد. تابستان و زمستان سرش بود. موقع کار آن را روی میز می گذاشت و بعد که می خواست برود بر می داشت. برداشت. به سر گذاشت و دکمه های پالتو را بست. با نگاهش چرخی در حجره زد و بی آنکه شاگرد ها را به کاری وادارد گفت مرخصید. ایستاد که شاگردها ظرف‌های غذاشان را بردارند و بروند. لحظه ای احساس کرد باید چیزی را بردارد یا کاری انجام دهد، اما هرچه به دور و بر نگاه کرد و به ذهنش فشار آورد یادش نیامد. باد زنبوری را خالی کرد و از حجره بیرون رفت. در را از بالا و پایین قفل زد و همه جا را
خوب پایید. به جلوخانه کاروانسرا رفت. یک اسکناس 5 تومانی کف دست مارتا گدا گذاشت که روی پله نبش دالان نشسته بود. گفت: مارتا، به سگلرز افتاده ای؟ پیرزن گفت: خیلی سرد شده. و دستش را زود زیر پیچش برد. گفت: الله برکت. اورهان برگشت، باربرهای ته کاروانسرا را دید که در پیت حلبی چوب می سوزندند. دود همه جا را برداشته بود. به عدل‌های پسته و تخم زیر تاقی‌ها اشاره کرد و به اسماعیل گفت: احمق‌های آتش پرست، شماها آخرین کاروانسرا را به آتش می‌کشید. و منتظر جواب نماند. یک ردیف تخمه آفتابگردان بوداده زیر تاقی‌ها را پیمود، دستی به گونی‌ها کشید و بی آنکه روی سخنش با اسماعیل باشد گفت: هوای حجره را هم داشته باش. و بعد به طرف عرق‌های پسته رفت که سمت چپ روی هم تا زیر تاقی چیده شده بود و امروز و فردا می بایست برای خورد پاها برده می شد و حتما تا پیش از عید پولش بر می گشت. دستی هم به شکم گونه‌های پسته کشید و باز نگاهی به ته کاروانسرا انداخت. باربرها که گوشی کلاهشان را پایین داده بودند، با سر به اورهان سلام کردند. چشمهاش قی گرفته و خسته بود. از دالان کاروانسرا آرام آرام گذشت و شنید: سلام آقا اورهان. نخواست نگاه کند، فقط گفت: علیک. هر که بود، بود. نه می شناختشان و نه احتیاجی به شناختنشان داشت. مثل باد از بیخ گوش آدم می گذشتند. پدر می گفت وقتی باد به زیر لبه پاپا خط بیفتد بلندش می کند. مراقب باش. روزگار آن وقت سر سازگاری داشت. پدر که بود، بیش از آنچه فکرش را بشود کرد، خوابیدن در مهتابی خانه میچسبید. آسمان شب هم آبی بود. میشد خوابهای رنگی دید. صدای ظرف شستن مادر و آیدا تا آخرهای شب از آشپزخانه به گوش میرسید. و آیدین آنقدر این پهلو و آن پهلو میشد تا همه بخوابند و او در اتاق کتابش را باز کند و هی بخواند و بخواند. بعضی وقتها خیال می کردم دارد ورقهای کتاب را می خورد. و آخر کتاب سرش را خورد. صدای پلک زدن و فکر کردنش از آن اتاق ته راه رو به گوش می رسید و گربه ها روی دیوار بلند حیاط مرنو می کشیدند. پدر پرسید: چی میخوانی آیدین؟ حتما درس میخواند که گفت: درس میخوانم پدر. پدر گفت: بخوان ببینم کجا را میخواهی بگیری. به خیابان رسیده بود. پاهاش را محکمتر کوبید که برف روی پوتینش نماند. پرتقال‌های گندیده روی سطح آب معلق می‌زدند و فرو می‌رفتند. آب با شتاب می‌گذشت و آسمان یک دست مخمل تیره ابر. اورهان ایستاد و به ته کاروانسرای آجیل فروش‌ها نگاه کرد. مردد بود. نمی‌دانست چه کند. کارهای حجره، مشتری‌های بعد از ظهر و این همه گرفتاری یک طرف، غیبت 10 روزه سوجی هم آزارش می داد. از صبح با خودش کلنجار رفته بود که برود یا نرود. حتی از شب پیش می توانست بماند. شبها وقتی پا در آن خانه بزرگ و سرد می گذاشت، هم همه دور دست سالیان دیوار می شد و سکوت می کرد.
کاج می شد و وسط حیات می ایستاد، در می شد و بسته می ماند. هم همه دور دست به شکل یوسف در می آمد که مثل یک تکه گوشت با چشم های وق زده خیره می ماند. اگر آیدین در خانه بند می شد، کافی بود بگویم سوجی کجایی؟ آدمی پوشیده در پالتوی بلند، شالگردن و پاپاخ کهنه پدر مثل یک گراز از آن سوراخ بیرون می خزید و حضور خود را بی کوچکترین صدایی اعلام می کرد. گفت: زنجیرم نکن اورهان. گفتم: اورهان نه، آقا داداش. و یکی خواباندم بیخ گوشش. پاپاخ از سرش افتاد. پاپاخ کهنه پدر وادارم می کند که عاطفه ام را حفظ کنم. گاه می خواهم بخوابانم زیر گوشش یا به نرده های ایوان بالا زنجیرش کنم. اما صورت خندانش زیر آن پاپاخ رنگ رو رفته مانعم می شود. چه می شود کرد؟ مادر گفت: تو عاطفه نداری. گفتم: دارم و دارم. تو هم اگر بودی مادر، جانت به لب می رسید. پا در خانه ای نمی گذاشتی که آب حوضش سبز شده. سیخهای کاج کف عیاس را پوشانده. سرما پشت پنجره های خاک گرفته ی اتاقها مانده و اجاقهای مطبخ زیر خرت و پرتها پیدا نیست. بچه گربه ای که در ناودان آن سر حیات همراه یخ کش آمده، دو ماه است که مدام دارد کش می آید. دیگر حالش نیست که بگویی یکی بیاید بیاندازدش پایین. هیچ کس حال روشن کردن بخاری ها را ندارد. آجرهای هفت و هشت بالای دیوارها یکی یکی می افتند، انگار که ساختمان سرما خورده باشد. کسی جارو نمی زند، مهمان نمی آید، لاله های مردنگی سردر خانه شکستند. اتاقها بی اساسی بزرگ جلوه می کنند و انعکاس صدای پای آدم بر مغز چکش می زند. صدای نفس لمبر می خورد، حتی دیگر جرأت سرفه کردن هم نداری. انگار در مغز خودت می پیچد و می پیچاندت. فقط از آن همه هیاهو و هم همه کلاغ‌های کاج ماندند که چاق‌تر و پیرتر روی شاخه ها جا به جا می شوند و با صدای دریدشان می گویند: بس، بس. به درخت های خشک پیاده رو خیره شد. برف شاخه ها را خم کرده بود و در بارش بعد حتما می شکستشان. آدم ها هم مثل درخت ها بودند. یک برف سنگین همیشه بر شانه های آدم وجود داشت و سنگینیش تا بهار دیگر حس می شد. بدیش این بود که آدم ها فقط یک بار می مردند و همین یک بار چه فاجعه که دردناکی.
دست به جیب پالتو بود. پیچه تناب را که از صبح برداشته بود ته جیب لمس کرد و با آرامشی در ته قلب در میان آدم‌ها فرو رفت. سر چهارراه قنات ساعت بغلی قاب نقره‌ای‌اش را درآورد و بی آنکه وقت را بفهمد فقط به رسم عادت نگاهی بهش انداخت. درش را دوباره بست و در جیب گذاشت. مادر می گفت که آیدین دارد از دست می رود. باید فکری به حالش کرد. حتی از من پرسید که آن دختر ارمنی کجاست؟ شاید به خاطر او باشد و من گفتم نه مادر، خستگی است. من می برمش ویلا دره، هوایی می خوریم، هر دومان سر حال می شویم. از جلوی ساعت فروشی و ساعت سازی درست کار که رد می شد، به صرافت افتاد لحظه ای بیستد و ویترین مغازه را ببیند. شاید هزاران بار در طول عمر از آنجا گذشته بود، اما حالا با دقتی خاص به ساعت بزرگ و گرد آقای درستکار نگاه کرد. ساعتی از چوب بلوط با عقربه‌هایی از چوب توسکا و صفحه برجسته منقوش و شیشه‌ای گرد و مهذب که شیشه ویترین هم بود و بین شیشه و صفحه ساعت همیشه 10-12 ساعت تاخچه‌ای هم قرار داشت. ساعت بسیار زیبایی بود که سالها پیش آقای درستکار آن را ساخته بود، اما بیش از 30 سال می شد که از کار افتاده بود، یعنی از زمانی که قلب آقای درستکار یک لحظه از حرکت باز ایستاد، یا شاید از وقتی که ساعت از کار افتاد قلب هم دیگر نتپید. به هر حال حادثه همزمان رخ داده بود و تنها تفاوتش این بود که قلب آقای درستکار دوباره به کار افتاد و لکلکی می کرد، اما ساعت چنان از حرکت وامانده بود که آقای درستکار با تمام استادی نتوانست به کار بیندازدش. عقربه ها درست رأس ساعت 5:30 قفل شده بود. در ساعت 5:30 بعد از ظهر سال 1325 در یک روز گرم تابستان. و حالا پس از این همه سال هنوز خوابیده بود و آقای درستکار پشت دستگاه با چرخ دنده های یک ساعت مچی ور می رفت و حتما به روزی فکر می کرد که بالاخره فرا می رسد و او آن ساعت را به کار می اندازد. بعد با به صدا درآوردن زنگ کوکوی خوشاهنگ ساعت به همه ثابت می کند که آدم ها هر کار بخواهند می توانند بکنند، به شرطی که طبیعت سر جنگ نداشته باشد. این حرف ها را پدر به اورهان گفته بود و اورهان به دیگران می گفت. آن وقت زمانی که ساعت راه افتاد، آقای درستکار بی هیچ آرزویی همان کف مغازه‌اش دراز می کشد و جا به جا خود را به مرگ تسلیم می کند. این را هم در طول 30 سال به همه مردم شهر گفته بود. پدر می گفت این هم یک بدبختی بزرگ است. مادر می گفت دیگر حرف این دیوانه را نزنید. حالا که قوای جوانیم تحریر رفته تحمل خیلی چیزها را ندارم. تا در خانه را باز می کنم همه ی آن آدم های زنده با همهمه و شلوغیشان پا به فرار می گذارند. سکوت وحشتناک دم در بغلم می کند. از پله ها بالا می برد و روی تخت چوبی زهوار در رفته لای لحاف چک مرده می خواباند و تا بیایم گرم شوم نصف شب شده با آن همه خستگی و خیال. بعد از ظهرها که از مغازه برمی گشتم، سری هم به اتاق مادر می زدم. دیگر نفسهای آخر را می کشید. پوست و استخوان. دماغش را می گرفتی کارش تمام بود. اتاقش همان سدری سابق در طبقه پایین. بوی سیر و ماندگی می داد. بوی نفس مسلول. مزه‌اش همیشه در استکان و نلبکی بود و همراه چای به گلو می رفت. کنار بستر مادر نشستم.
سعی کردن چشم به چشمش نیندازم. گفتم سلام مادر. دستش را در دست هام گرفتم و بی هیچ احساسی نوازشش کردم. چشمهای مادر از قعر فرو رفتگی ها در سقف مانده بود، مثل لانه چلچله ها در تنه درختان پیر. گفت آیدین، آیدین من کجاست؟ من پلک زدم، خیره به گلهای قالی یا شاید به هیچ چیز، فقط پلک زدم. من هم اورهان او بودم و نبودم و هیچ کاریش نمی شد کرد. قبول کرده بودم که نباشم. گفتم همین دورو برهاست مادر. مادر یک لحظه سرش را گرداند، دستش را از دست من بیرون کشید، انگشت های سفید و استخوانیش بر لبه تخت آویخته بود. گفت همین حالا بیاورش اینجا. می فهمی؟ اگر نمی توانی مراقبش باشی همین جا جلوی من زنجیرش کن. گفتم از کجا پیداش کنم؟ مادر نشست. هر به چندی نیروی تازه‌ای از خود بروز می‌داد که عجیب بود. انگار ذخیره داشت و من نمی‌دانستم کجاش ذخیره می‌کند. داد زد تو بی انصافی. اشک‌هاش روی صورت رنگ پریدش سر خورد. گفت تو به چی رفته ای؟ گفت آیدین من کجاست؟ صداش جر خوردن پارچه را به یاد آدم می آورد. گفتم مادر تو اعصابت را خراب نکن، همین امشب پیداش می کنم، قول می دهم. گفت می فهمی؟ آیدین حالا کجاست؟ پشت مدرسه انوشیروان عادل بود. یک بچه 12-13 ساله زنبورک می زد و او تماشا می کرد. آب دهانش هم راه افتاده بود. گفتم تو اینجا چه می کنی؟ نرغول. گفت همینجوری آمدم. گفتم غلط کرده ای؟ بار آخرت باشد. راه بیفت. مادر عصبی و نگران بود. لرزان و استخوانی بود. آستین کتم را محکم کشید. کجاست؟ مگر کری؟ گفتم حتما می رود این مرانور، پشت مدرسه، قهوه خانه، باغ اخوان. حالا بعد از گریه کمی آرام شده بود، اما صداش می لرزید. مگر بچه است؟ 29 سالش است. گفتم مگر من بد برادرم را می خواهم؟ نمی خواهم که. تو چرا هر چیزی را از چشم من می‌بینی؟ در بسترش دراز کشید و ملافه سفید را تا روی سینه‌اش کشید و چنان آن را در دست‌هاش به چنگ گرفته بود که انگار دارد مرا مچاله می‌کند. گفت من نمی‌دانم تو چه به سرش آورده‌ای. به هر حال حکم می‌کنم که خوب حفظش کنی. توقعی که ازت ندارد، یک لقمه می‌خورد سرش را می‌گذارد. گفتم مادر تو را به خدا نگو، دیگر این حرف را نزن. و گریه کردم. گفت پس یک جا را بفروش، سهم خودش را خرچش کن، ببرش یک جایی. میخواستم وصیت‌نامه پدر را از جیب کتم در بیاورم و بلند بلند بخوانم، اما مگر میشد؟ گفتم مادر قول میدهم که ببرمش تهران یا ببرمش خارجه، خرجش هم می کنم. بگذار کارها رو به راه بشود. من قول می دهم. پدر در وصیت‌نامه‌اش رسماً قید کرده بود که هیچ کس از وراث تا زمان حیات حق واگذاری تمامی یا قسمتی از مایملک را به غیر ندارد. تازه مگر مردریک چه بود؟ 6 دانگ مغازه آجیل فروشی یک بر در دالان کاروانسرای آجیل فروش ها، 1 باب 480 متری خانه مسکونی واقع در خیابان شیخ صفی الدین اردبیلی کوچه لرد به پلاک سبتی 3 و 1 قطعه باغ مشجر به مساحت 1240 متر مربع واقع در شمال سرداب. و پدر
باغ زردآلو را پشت قباله مادر انداخته بود که دینی به او نداشته باشد. مادر دستمالش را روی چشمهاش گذاشت، گونه های خیسش را پاک کرد و گفت: نمی خواهم قریب مرگ کوه و بیابان ها شود، همین. مادر، این حرف را نزن. مادر گفت: بعد از مرگ من چه بلایی سرش می آید. به هخ افتاده بود، پا شدم، لیوانی آب دستش دادم، کمکش کردم که بنشیند. جرعه آب خورد و به پشتی تخت خواب تکیه داد. سکوتش آدم را می کشت. نگاه می کرد و پلک می زد. آدم چارشاخ می ماند که برود یا بماند. اما آن روزهای آخری دیگر مثل سابق بیتابی نمی کرد. حالا بعد از گذشت نزدیک به یک سال فاجعه را فراموش کرده بود. داشت خو می گرفت. فقط دیگر نه نای فریاد کشیدن داشت و نه جان سینه به سینه آدم ایستادن که داد بزند: چه کارش کردی بی شرف؟ گفتم: مگر من چه کینه ای باش داشتم مادر؟ فغان می کرد، مشت به سینه می گفت و اشک همیشه روی گونه هاش بود یا توی گودی چشم هاش. می گفت: خدا ذلیلت کند. گفتم: نفرین نکن مادر. گفت: چطور نفرین نکنم کافر؟ تو عاقبت به خیر می شدی؟ تو؟ و رفته رفته آن خلق ماتم آورش سرد شد. یک روز که با آیدین از کاروان سرا برگشته بودیم، دلمه مفصل و محشری برای من پخته بود. خوردیم و من از سفری که با آستارا رفته بودم حرف زدم و گفتم که بد نیست یک بار هم من و آیدین با هم برویم و جنگل‌های انبوه را ببینیم. بوته‌های تمشک از در و دیوار جاده بالا می رود. کف دریا پیداست. یک دختر 90 ساله هست که اگر آیدین اخلاقش را خوب کند زنش می شود. و بعد آیدین منگ و خوابالود دراز کشید. مادر کمک کرد که او را به اتاق زیر زمین برسانیم. گفت: آیدین، دلت می خواهد برگردی به اتاق سابق پیش اورهان؟ گفت: باز چه نقشه کشیده اید؟ روی تخت خواباندیمش. در راه پله ها مادر گفت: کاش دیگر بیدار نشود. دیگر نمی توانم اینجور ببینمش. آن همه وقار، آن همه تشخص، آن همه مهربانی کجا رفت آخر؟ باز گریه کرد و با کمک نرده های پله خود را بالا کشید. گفتم: مادر، تو چرا خودت را خسته می کنی؟ خیال می کنی زجر می کشد؟ به خدا راحت ترین آدم دنیاست، نه غمی دارد، نه فکری، نه براتی، نه سفته‌ای، راحت است. دو پله بالاتر از من می رفت و من تا خندیدم ناگهان برگشت و چنان خوابان بیخ گوشم که برق از سرم پرید. بی شرف، به کی می خندی؟ صداش مثل تحکم پدر سرد و خشک بود. به نظرم آمد که دیوارها ترک بر می داشتند و ترکها تا سقف ادامه می یافتند. نقطه اول هم از زمان بچگی گذاشته شده بود. بعد از مرگ آیدا زندگی ما مثل بهمن بزرگی از برف در سراشیبی دره مرگ فرو می غلطید و هیچ کس نمی توانست یا نمی خواست جلوش را بگیرد. انگار تقدیر این بود که از همان بچگی این برادر تخس زبان نفهم را روی کولم بگیرم و بخواهم از گردنه‌ای ببرم بالا. اما آنقدر خود را بی نیاز جلوه می داد که نه من، حتی پدر هم از دستش عاجز شده بود. ماشین آهنیم را انگولک می کرد، دل و روده اش را بیرون می کشید. از دیوار راست بالا می رفت، همه را به ریش خند می گرفت و من نمی توانستم به پدر بفهمانم، به مادر بفهمانم که آخر چرا جلوش را نمی گیرید. آن وقت مجبور می شدم که سرم را به دیوار بکوبم.
آنقدر بکوبم و عربده بکشم که یکی به دادم برسد. یک روز دوچرخم را از گوشه دیوار برداشته بود و داشت دور حوض میچرخید و چنان با سرعت میچرخید که آدم سرگیجه میگرفت. مثل زنبوری که امشی خورده باشد. من چه گناهی داشتم که پدر برای او دوچرخه نمی خرید. از ایوان داد زدم، از چرخ من بیا پایین، اما سریع تر چرخید و قهقه زد. من به حیاط رفتم، یک گوشه نشستم و انقدر سرم را به زمین کوبیدم که بی حال افتادم. پدر در ایوان هندوانه می خورد. پیش از آن که سرم را به زمین بکوبم، از جاش تکان نخورد. اما بعد که خون صورتم را پوشان پایین آمد. آیدین را گرفت و آنقدر به پس گردنش زد که تا 3 روز نمی توانست سرش را تکان بدهد. مادر ما را نفرین می کرد، من و پدر را. آن مادر مهربان که همه محبتش را 6 دانگ به اسم آیدین انگوش زده بود، حتی یک بار هم نگفت اورهان من. روزها می فرستادمان دورو بر کارخانه پنکه‌سازی لرد به پلکیم. و ما می رفتیم ته کوچه که کارخانه آنجا در یک گودال بسیار بزرگ قرار داشت که دورش را با سیم خاردار حصار کشیده بودند. در چوبی دولتش همیشه با باد می آمد و می رفت و یک راه شیبدار خاکی تا محوطه جلوی ساختمانهای کارخانه ادامه پیدا می کرد. به رسم عادت آنجا ایستادیم. از کوچه پایین را نگاه کردیم. کارخانه هور هور می کرد و با سرعت عجیبی پنکه می ساخت. ما به پره های شکست نگاه می کردیم که در گوشه محبت روی هم ریخته شده بود. گفتم برویم. گفت هر کی زودتر رسید. دویدیم. از راه شیبدار سرازیر شدیم. کیف دست من سنگین بود و به هر طرف که تاب می خورد لنگر بر می داشتیم. صدای کارخانه انقدر زیاد بود که آدم خوشش می آمد فریاد بزند. هیچ کدام صدای همدیگر را نمی شنیدیم و من خیلی گرمم بود و تند می دویدم. اما به آیدین نمی رسیدم. کیف آیدین روی سینه‌ام در هوا موج می خورد و من با اینکه می دانستم پاهام در هم می پیچند، اما خودم را رها کردم و ناگاه با سر غلطیدم و بعد روی زمین پهن شدم. آقا فرمان از اتاقه که شیشه یش بیرون آمد. سر پا نگه هم داشت. اشک و خون تمام صورتم را پوشانده بود. پاهام درد می کرد و رخوت خواب‌آوری تنم را گرفته بود. آیدین را که خوشحال و پرشور پره های قشنگ قرمز را بر می داشت به سختی می دیدم. پدر با کمربند او را می زد. مادر زخم صورتم را می بست. پدر گفت شیطنت تا کی؟ تو چرا این همه فتنه داری؟ و می زد. آن شب مادر نتوانست خون بینیم را بند بیاورد. پدر گوش آیدین را پیچاند و گفت استخوان دماغش را شکسته ای. می فهمی؟ آیدین گفت من نشکستم. تهمت بی خودی نزنید. پدر مجالش نداد و یک کشیده جانانه خوابان توی گوشش. آیدین گفت من دلم براش می سوزد که دماغش شکسته. ولی من چه تقصیری دارم؟ روز بعد پدر دکتر آورد اما فایده‌ای نکرد و حالا هم که 40 سالم است یک طرف بینیم 2 برابر طرف دیگر است. ساعت بغلیش را درآورد، نگاهی بهش انداخت، درش را بست و در جیب گذاشت. هنوز مردد بود که برود یا نه. می ترسید به شب بیفتد. آن وقت به رسم عادت لبه های پالتو را به هم آورد و بی آنکه دکمه ها را ببندد همانجا رهاش کرد. دست به جیب پالتو برد. پیچه تناب زخیم را لمس کرد. هیجان گرمی در صورتش دوید و اطمینان خاصی به ملایمت در تمام شریانهاش جاری شد. نه، حتما باید کار را تمام می کرد. آن وقت می گویند قاتل. چه کسی بود که می گفت
برادر کش. مادر، حالا کجایی که تهمت ناحق بزنی و گناه مرا به گردن بگیری، بار مرا سبک کنی؟ اما به خدا قسم، به نفعش است. او سال هاست که مرده، هر جا باشد، در قهوه خانه شورابی یا کنار ساحل شورزار بوی مرگ می دهد. مثل مجسمه خشکی است که در گذشته هاش جا مانده است. هنوز مشق جنگ دوم از یادش نرفته است. به جمعیت نگاه کرد. هر کس سرش به کار خودش بود. پیرزنی خشکیده می‌خواست از این طرف خیابان برود آن طرف، اما وامانده بود. جوانی برای یک آدم برفی بزرگ با زغال چشم می‌گذاشت. یک عده به سرشان نایلون کشیده بودند و زنی با چادر سیاه گذشت که از بس به سرش برف باریده بود، شبیه قله دماوند شده بود. حتماً از دهات اطراف آمده بود. اورهان همچنان می رفت. نیروی او را به بیرون شهر طرف قهوه خانه شورابی می کشاند و انقدر کند و محو در خود قدم بر می داشت که به نظر می آمد مردی بیکار در برف قدم می زند که پی تنش آب شود. نتوانستم جلو خودم را بگیرم و نخواستم به رسم عادت درد را توی دلم بریزم. داد زدم: الدنگ، من 12 سال توی این خراب شده جان کندم، تو چی میفهمی؟ گفت: مگر من چوب الفم که برای تو شاگردی کنم؟ گفتم: از تو بزرگترش هم باید از من فرمان ببرد، بچه نجار. بنا به رسم عادت انگشت سبابه‌اش را تکان داد. یکی توی، یکی من. حیف که مجبورم. حیف که نمیتوانم همه این بدبختی و نکبت را ول کنم، بروم سراغ نجاری خودم. وجدانم از... گفتم: از چیزی که نداری صحبت نکن. وارفت. چشمهاش را بست و روی صندلی نشست. میدانستم به کجایش بکوبم که ناکارش کنم. گفتم: پدر می دانست که تو چه جانوری هستی، بی خود اسمت را نمی گذاشت بیرک. گفت: اگر خیال می کنی که با این توهین ها وادارم کنی که از دور بروم بیرون، کور خوانده ای. به خاطر وصیت پدر ناچارم بیایم اینجا. نه سهمم را می فروشم، نه پولی دارم که بخرم. گفتم: کورکوری می خوانی؟ درستت می کنم. پا شدم. میخواستم بزنم یکی از استخوانهاش را قلم کنم، اما اسماعیل آمد تو. در حجره را بست و گفت: باز که شماها افتادید به جان هم. من پشت میز نشستم. اسماعیل گفت: آقا اورهان، هر چه باشد از شما بزرگتر است. محکم کوبیدم روی میز و گفتم: خر هم از من بزرگتر است و احترامش واجب. اسماعیل گفت: ناسلامتی، شماها برادرید. گفتم: شاشیدم به این برادری. و بعد دیدم که آیدین از حجره بیرون رفت. دلم براش میسوخت، اما نمیتوانستم بهش بفهمانم که نباید بی اجازه من خرید کند. 40 گونی پسته خریده بود که اگر صبر میکرد من میتوانستم کیلویی 5 تومان، 7 تومان، حتی 10 تومان زیر قیمت بخرم. هوا که به گرما می رفت، اواسط تابستان فصل خرید من بود و اون نمی فهمید. شبش هم یک بساط دیگر جلوی مادر داشتیم. مادر می گفت: خیلی خوب، خیلی خوب. حسابتون را برسید، هر چه داری نصف کنید. 2 تا دستگاه، 2 تا ترازو، انگار 2 تا مغازه، هر کسی برای خودش. من سکوت کردم و تا صبح در فکر اینکه چجور می شود کلک کار را کند، نخوابیدم. مادر همه راه ها را بسته بود. می گفت: نصف، نصف، 2 ترازو، 2 تا دستگاه. آن وقت کسی حال مرا هم می پرسید؟ مشتری های ما با آنکه می دانستند من 12 سال سابقه دارم، اما یک راست می رفتند سراغ اخدی، خیال می کردند من شاگردم. و بدتر آنکه آن زنهای نکبتی بودند
که وقتی قیافش را می دیدند بند دلشان پاره می شد. با چادر و چاقچور می آمدند ولی تا می دیدندش رب و رب از یادشان می رفت. وا می دادند. حیف از شما که هنوز زن نگرفته اید. خبر از نشمش نداشتند. گفتم تو را چه به دخترهای ارمنی؟ گفت تو دخالت نکن. عصر دلگیری بود. رفتم گورستان، سر قبر پدر نشستم و گریه کردم. گفتم پدر، مرا از چی ساختی؟ او را از چی؟ چرا زنها نگاهم نمی کنند؟ چرا اخمشان را برای من می آورند؟ چرا قشنگترین دختر دنیا شیدای برادرم شده؟ خمیرمان که یکیست نی؟ و پدر ساکت و ساکن، حتی دیگر سرفه هم نمی توانست بکند. کلاخ ها روی شاخه ها بودند و باد تندی خاک ها را به چشمم می زد. گفتم پس چطوری صیغه عقد را جاری می کنی مسلمان؟ گفت تو دخالت نکن و کیف دختر را پر از پسته کرد و درش را بست. گفت دیگر باید بروی سورمه. و من وقتی به آن چشم‌های ملتمس طلایی نگاه می‌کردم می‌مردم. من شب‌ها خواب نداشتم. توی دلم گفتم به خدا قسم نابودت می‌کنم برادر. مدتی بعد مادر می‌گفت آیدین من کجاست؟ همین آدمی را می‌گفت که یک روز کت و شلوار یشمی خوشدوختی تنش می‌کرد. کراوات می‌زد با صورت اصلاح شده و سبیل یکی در میان. مادر با لذت نگاهش می کرد. لبخندی می زد و می گفت آدم حظ می کند. و حالا می گفت آیدین من کجاست؟ تو چطور نمی دانستی آیدین تو کجاست؟ یا در قهوه خانه شورابی بود یا پشت دیوارهای مخروبه باغ اخوان. گاهی ته کاروانسرا در جمع باربرها دور یک پیت حلبی تخمه می شکست یا آنها می شکستند و او اخبار جنگ دوم را می گفت. مادر گفت هر جا هست پیداش کن. اما این بار دیگر مادر نبود. مادر در گورستان قدیمی شهر در کنار پدر زیر خروارها خاک و برف خفته بود. خیابان سرد و کثیف بود. مه و دود در تمامی فضای شهر موج می‌خورد. برهان یک لحظه برگشت، به پشت سر نگاه کرد. انگار همه آن دود از کاروان سرای عاجل فروش‌ها بیرون می‌زد، لمبر می‌خورد و از دهانه دالان بیرون می‌ریخت. برهان
یک لحظه فکر کرد برگردد بهشان بگوید یا خاموشش کنند یا یک جوری کلکش را بکنند. زمستان است، خوب باشد، اینجا همیشه زمستان است. بخاری کوره‌ای بخرند، دودکش کار بگذارند، او پولش را می دهد. اما قیدش را زد، راهش را کشید و در پیاده رو همچنان از شهر دور شد. دیگر ضربه تنه و شانه نبود، چرخ دستی ها هم به پاهاش نمی خوردند و گاه گلوله برفی هم از دست بچه‌ای پر نمی زد. همیشه سرش را خم می کرد اما تنش سنگین بود و گلوله برف خواه ناخواه پهن می شد پشت گردنش. برف دو دستی باریده بود و باز می‌خواست ببارد. اورهان خود را به خیابان کشاند، بلکه درشکه یا ماشینی ببردش. اما برف امان شهر را بریده بود. نه ماشینی، نه چرخی، نه حتی وسیله‌ای که بشود یک جور خود را به جایی رساند. فقط یک جیپ شهربانی، آن هم با زنجیر چرخ، از وسط برف ها گذشت و دو خط موازی به شکل مارپیچ به جا گذاشت. حالا چه کند؟ تا قهوه خانه شورابی سوار نیم ساعتی راه بود، اما پیاده آن هم در این برف تا به قهوه خانه شورابی برسد به شب می افتاد. بهتر، در تاریکی خودش هم کمتر زجر می کشید، کسی هم بویی نمی برد. اما می شد برگشت؟ اگر می ماند؟ نه، به موقع می رسید، گیرم به شب می افتاد، یا گرگ ها پارش می کردند یا نمی کردند، به جهنم، خیابان شیخ صفی را تا انتها پیموده بود، به چپ پیچید و باز رفت. صدای خشک و زنگ زده مادر را با آن خسخس نفس تنگیش همیشه می شنید. اگر این دیوانه را پیدا نمی کرد چه می شد؟ نه، حتما پیدایش می کند، توی همان قهوه خانه، پیدایش می کنم مادر، قول می دهم. این بار به خودش قول داده بود، برای آخرین بار. هرچه از شهر دورتر می شد، هیاهوی بیشتری در سرش تاب می خورد، بی آنکه کسی در برف بدود و یا پیرمردی روی زمین پهن شود. حتی دیگر باربرها هم در پیت حلبی چوب نمی سوزندند. جلوی رویش بیابان پهن و سفیدی بود که هیچ جانوری جرأت گذر از آن را نداشت. گوشه های آسمان آبی تیره بود و کلاغی بر شاخه های آخرین درخت خشکیده شهر می گفت برف، برف. یقه‌اش را داده بود بالا، مثل لاک پشتی پیر در بیابان پر برف قدم گذاشت. با همان گام‌های همیشگی آرام آرام به پیش رفت. مثل همیشه بی‌شتاب حرکت می‌کرد و راه را خوب می‌شناخت، چون بارها و بارها همین راه را آمده بود و در قهوه‌خانه شورابی پیداش کرده بود. گفتم نره قول، اینجا چه میکنی؟ آیدین گفت قربان، من هم دل دارم، حوثی چای میکنم. گفتم خفه شو، چایت را تو همان کاروان سرا بخور. آیدین روزنامه دستش را مرتب تا کرد و در جیب بغلش گذاشت. گفت آدم چایی را میخورد که به شاشیدنش بیارزد. گفتم مرد شورت را ببرند، خسته ام کردی. هوا آفتابی بود، گوسفندهایی روی تپه روبرو می چریدند و صدای شهر از دور می آمد. با دست اشاره کردم که برود توی ماشین، گفت نه. گفتم یعنی چه که نه؟ گفت بیا پیاده گز کنیم آقا داداش، توی ماشین سرم دور بر می دارد، کف می کنم. گفتم به جهنم،
و یکی خواباندم بیخ گوشش. جز این چاره ای نبود. باید یک جور از من حساب می برد. مگر می شد در آن وانفسا نگهش داشت؟ مشتب باس قهوه‌چی گفت که هر چه باشد آدم است و هر چه باشد بزرگتر است و من یکی دیگر خواباندم. خزید در صندلی عقب ماشین، با لرزش دستهاش و کفی که به دهان آورده بود، جلوی کاروانسرا پیادش کردم. سیاهی چشمهاش پس رفته بود، توی دالان روی زمین خواباندندش. یکی از باربرها، به گمانم اسماعیل، با جوالدوز دورش را کاملا دور طرح بدن را روی زمین خط کشید. گفتم، چرا اینجور میکنی پسر؟ گفت، مرضش روی زمین بماند ور نخیزد. گفتم، آهان، مثل قارچ من. یاد قارچ روی گردنم افتادم. یک قارچ خشک به اندازه سکی 5 ریالی. دورش را با قلم آبی خط کشیدیم. 2-3 روز بعد قارچ خشکید و ریخ و دیگر در نیامد. یکی دیگر از باربرها صورت آیدین را با آب می شست. آن یکی روی عضله‌های پاش نشسته بود و بعد که آب سرد ریختن روی سرش انگار از خواب پریده باشد نشست. از لیفه شلوارش یک روزنامه کهنه بیرون آورد و خواند. روز دیگر خبر آوردند که ای شاهزاده، از غم فراق تو رنگ به رخسار ماه بانو نمانده و آن غریب مرغ حیات از حیاتش پر می کشد. بیا و نظری در خاکستر نشینان کن. گفت از نارنج بپرسید چه کنم. پرسیدند. نارنج باز شد و آن سیمین ساق بوریا پوش کشتی بر دریای شاهزاده افکند و دلش را برد. ماه بانو گفت جستم. چارپاگ عشق را مرتع سبز لگام زند. این ملک سیمین ساق را سزد که پادشاهی من سر آمد. دیدم باربرها با نگاهشان ریش خندم می کنند. انگار این اباطیل را من می گویم. گفتم خیلی خوب، زیاد حرف نزن، برو تخمه بشکن. گفت تخمه؟ تخمه؟ چقدر تخمه؟ اخوی، چرا شب و روز 24 ساعت است؟ از گوشه لبش هنوز کف می ریخت و لباسش کاملا خیس شده بود. یک روزنامه دیگر از پاچه شلوارش بیرون کشید و به ته کاروانسرا رفت. جوری راه می رفت که انگار پشتم را به خاک مالیده است و من نمی دانستم چرا شب و روز 24 ساعت است. او به همه این چیزها فکر می کرد و در همه جیبهاش پر از کاغذ و روزنامه بود. در لیفه شلوارش هم بود. روزنامه را سر و ته می گرفت و اخبار جنگ را مو به مو می گفت. با این آماری که داده اند هزاران کشته و معدوم، آلمان را به کام شکست فرو برده است. ناظران جنگ معتقدند که فقط یک نفر در آلمان زنده مانده است. فقط هیتلر. اما این دروغ است. معشوقه اش هم زنده است. بیان که روزنامه را بخواند، فقط با چشمهاش انگار خطا را دنبال می کرد. آن هم خیلی جدی. غریبه ها خیال می کردن می خواند، اما از بر می گفت. دیگر نه آزاری، نه رنجشی و نه حتی زحمتی. آرام و منگ در لاک سنگین عالم اسرار فرو غلطیده بود. صبح تا شب با یک کاسه آش دوغ سر می کرد. می گفتند سوجی آشت سرد شد، بیا بخور بعد بخوان. بگذارید حالا. اینهایی که خواندم فقط روی پاکتش بود. اگر خود نامه را بخوانم چی؟ اورهان تا زانو در برف فرو می رفت. لبه دامن پالتوش در برف بود. چه تنهایی عجیبی. پدر خیال می کرد آدم وقتی در حجره خودش تنها باشد، تنهاست. نمی دانست که تنهایی را فقط در شلوغی می شود حس کرد. گفتم
من سالها زحمت کشیدم پدر، همه را یک کاسه نکن. من این عطرهای پسته را روی کولم گرفتم و 40 پله پایین بردم. گفت من بد شماها را نمی خواهم. آیدین که دیپلمش را گرفت، مادر گفت برهان بیا شیرینی دیپلم آیدین را هم بخور. گفتم ای بابا، صبح تا شب دستمان توی شیرینی و شوری است، تازه مگر قله دماوند را فتح کرده؟ مادر گفت تو چرا نتوانستی؟ خب نتوانسته بودم و جوابی هم نداشتم، اما پدر گفت برهان تا 8 خوانده، خواندن و نوشتن بلد است، بسش است. و من خواندن و نوشتن را خوب بلد بودم. آن سال، سال کلاغ‌ها بود. کلاغ‌های سیاه خدا ریخته بودند در شهر. مادر روزی 3-4 قالب صابون پیدا می کرد. می گفت حرام است. آخر معلوم نیست مال کدام بدبختی باشد. پدر می گفت به این می گویند مائده آسمانی. هی بشور، هی بشور. ملافه ها روی بند از سفیدی برق می زد. رنگ های سرد لاجورد لا و لا در میان ملافه ها دویده بود. اگر هوا بارانی بود و آفتاب همان جور خشکشان نمی کرد، لابد رنگ ها در آب باران پاک می شدند. اما همیشه ملافه های ما سفید سفید نبود. چند رگه لاجوردی روشن هم دویده بود روی آن. آیدین کنار پنجره می خوابید. شمدانی هاش را گذاشته بود لب پنجره، تهمانده دیوان آب را به رسم عادت می ریخت در آن. گفتم من چرا نباید طرف پنجره بخوابم؟ مادر گفت تو از همان جا هم می توانی آسمان را ببینی. می دیدم کلاغ‌ها بال می زدند و روی شاخه های کاج و چنار جا به جا می شدند. دود بخاری اتاق من می رفت سر وقتشان. آن وقت می گفتند شهر که حسابی دور افتاد، دلش بیشتر شور زد. یک لحظه با خود گفت برگردم، اما نه. برفی نو برفهای کهنه را پوشانده بود. برهان به پشت سر نگاه کرد. شهر در مه و سرما فرو رفته بود، مثل روزنامه کهنه‌ای که پر از حرف و صدا و سکوت و مرده و زنده است، اما صداش در نمی آید. روزنامه‌ای که اورهان هیچگاه فرصت نکرده بود بخواندش. از روی آن گذشته بود و حالا دلش پر می‌زد.
این سواد نمکشیده ناقص، خانه‌ای که به مرتشوی خانه میمانست، یک سرپناه برای خوابیدن، برادری دیوانه و عزیزان همه در سینه قبرستان، و دیگر نه زنی، نه بچه‌ای، نه عشقی مرتشویش ببرد. انگشت‌هاش در جیب از زور سرما فریاد می کرد و کف پاها دیگر یخزدگی را نمی فهمید. پاپاخ را از سر برداشت، دستهاش را به پوست بیموی وسط سرش گذاشت. موج سرما در گرمای سرش دوید. یک لحظه ایستاد. همه جا را خوب نگاه کرد. حالا که جز سفیدی مورب تپه ها چیزی نمی دید، بیشتر احساس تنهایی می کرد. آن وقت همه ی لحظه های برادرش آیدین را خوب می فهمید. برای او عجیب بود. جای خالی آیدین در همین 10 روز حس می شد. آیدین دیوانه. آدم بی آزاری که حالا خستش کرده بود. نمی دانست اگر پیداش کند باش چه می کند. اما دلش می خواست ببیندش. شاید حضورش در ته کاروانسرا یک دلگرمی بود. شبها که در اتاق بالا می خوابیدم، می دانستم یکی هم توی زیر زمین خوابیده است. یک آدم با سواد باطل شده. گفت دیوانه کسی است که پول را از وسط پاره می کند. و به یاد نمی آورد که آن وقتها برای خودش آدمی بود. دک و پوزی داشت. آدمی که 1000 تا چشم دنبالش بود. با دختر آن قهوه فروش ارمنی ریخته بود روی هم. من نمی دانم چجور رفاقتی باش داشت، اما عصرها جلو قهوه فروشی سورن موسموس می کرد. گفتم خیلی خاطرش را می خواهی؟ گفت کی؟ گفتم مسلمانش کن و بگیرش، حلالش کن، می گویند ارمنی ها خیلی داغند. بعدها دانستم که خراب عشق شده است. عصرها که می آمد سرش را به کتاب خواندن گرم می کرد و شبها تا نیمه شب یا می نوشت یا می خواند. پدر از همه چیز خبر داشت. گفتم پدر اگر بگیرتش چی؟ گفت برود مثل آیدا خودش را بدبخت دو دنیا کند. دو غلو هم که هستند. معلوم است. من می دانستم که دخترهای ارمنی خیلی داغند و می دانستم که یک روز آیدین شکمش را بالا می آورد، اما دندان روی جگر گذاشتم و حرفی نزدم. عطر می زد، لباس خوب می پوشید، موهاش را می آراست، کراوات می زد و می رفت. پدر می گفت افسار تمدن. و حالا دیگر همه چیز از یاد آیدین رفته بود. دندانهاش یکی در میان ریخته بود و با یک دست لباس کهنه رنگ رو رفته ته کاروانسرا جا خوش کرده بود. بودنش یک مصیبت بود و نبودنش 1000 مصیبت. مردم 1000 جور حرف می زدن. اینجور نمیخواست. اگر خبر مرگش را یک باره می آوردند، آبرومند کفن و دفنش می کرد. براش ختم و 47 می گرفت. سال می گرفت. سال به سال سال می گرفت. همه ی آدم های آشنا و ناآشنای شهر را شام می داد. جلو در مسجد می ایستاد. دستمالی روی چشمهاش می گذاشت و زار زار گریه می کرد. آنقدر عشق می ریخ که همه مردم بدانند او آیدین را دوست می داشته است. چه کند؟ پا برداشت. تا زانو در برف فرو رفت. مثل قاطری لنگ ماند. دیگر جوان نبود. چموشی نمی توانست بکند. چه
40 سال از عمرش رفته بود و 50 ساله می نمود. یک باب خانه، یک حجره آجیل فروشی در کاروانسرای آجیل فروش ها، یک باغ زردالو و همین. پدر می گفت زمانی که آدم ثروتمند می شود در هر سنی باشد احساس پیری می کند. من گفتم احساس مردانگی می کند پدر. و حالا برفی باریده بود که نه تنها او بلکه شهر را واگذاشته بود. کوچه ها پر از برف و گل، آب از جویها سرریز کرده و کاروانسرای آجیل فروش ها خلوت و ماتم زده. شهر زیر برف مرده بود. باربرهای کاروانسرا در پیت حلبی چوب می سوزندند و دورش می نشستند و تخمه می شکستند. دود چوب خشکتر در دالان می پیچید و سوجی روزنامه به دست چیزی می خواند. کلاه گوشی به سر می گذاشت، گوشی ها را پایین می کشید و بندش را می بست. با آن قد بلند و صورت تاتاری لاغر، با آن چشم های سیاه و قشنگ در میان باربرها می لولید. زنم گفت آیدین کجاست؟ پدر که زنده بود آیدین کت و شلوار قهوه‌ای می پوشید، سر سبیل را آن کادر می کرد، دو تا کتاب دست می گرفت، می گفت پدر من چشمم به مال و ثروت شما نیست، من میروم. پدر گفت اگر نیامد به التماس بیفتد. هر دوشان یک دنده و کله شق بودند. پدر خواسته او را در فشارهای اخلاقی میگذاشت. گفت آیدین چرا نمازت قضا شد؟ آیدین گفت تا دیر وقت بیدار بودم. چرا آقا جان؟ آیدین گفت درس می‌خواندم. پدر قرید نماز فدای رقاصی‌های تو؟ صداش مثل شلاق سرد بود. گفت شب جمعه است، وضو بگیرید یک سوره هم قرآن بخوانید. من تند دویدم طرف دستشویی، وضو گرفتم، یک نماز بلند بالا در اتاق پدر خواندم. پدر گفت این بیرگ کجا رفت؟ مادر گفت تو اتاق خودش است. پدر اخم داشت، نمی توانست بنشیند، دور اتاق راه افتاده بود. گفت چه کار می کند مثلا؟ مادر گفت حتما نماز می خواند. پدر گفت به کمرش بزند، چرا اینجا نمی خواند؟ مادر گفت آیدین از تظاهر خوشش نمی آید. من گفتم عجب، من خیال کردم از نماز خوشش نمی آید. مادر گفت تو را سننه؟ جوری گفت سننه که من تا آن وقت ندیده بودم کسی ترکی را به این خوبی ادا کند. پدر خندید و به نماز ایستاد. مادر به من گفت هرچه باشد از تو بزرگتر است، خجالت بکش. برافروخته بود، لاغر و جوشی. می دانست که پدر سر نماز هم حواسش به همه چیز هست و همه چیز را می پاید. گفت وقتی پدرتان هرچه از دهنش در بیاید، دیگر از تو چه توقعی باید داشته باشیم؟ بعد من به اتاق خودمان رفتم. آیدین روی تخت به رو افتاده بود و بابا گوریو می‌خواند. پدر هیچگاه به اتاق ما نمی آمد، اما آن شب آمد. چند تقه به در زد و بعد آمد تو. گفت چی می‌خوانی؟ آیدین از جا جست. کتاب دستش بود. به حالت دست به سینه سیخ ایستاد. من آشکارا لرزش دستهاش را می دیدم. پدر گفت، گفتم چی می خوانی؟ چشمهاش را کوچک کرد و از همان جا که ایستاده بود اتاق را دور زد. آیدین گفت بابا گوریو. پدر آهسته گفت این بابا گوریو چی هست؟ انگشت آیدین هنوز لای کتاب بود و بقیه انگشت‌هاش می‌لرزید.
گفت زندگی یک پیرمرد. پدر گفت چی هست؟ آیدین گفت بابا گوریو. من خندیدم. پدر گفت خفه و به آیدین گفت این بابا فلان چه کار است؟ آیدین گفت ورمیشل می سازد. پدر پرسید چی؟ ورمیشل. چی؟ آیدین جواب داد رشته فرنگی می سازد. پدر گفت تو چه کاره ای؟ و آیدین ساکت ماند و پدر هنوز داشت اتاق را با چشم وارسی می کرد. جسه ریزی داشت و با آن عینک گرد دست شاخی و چروکهای پیشانی ابهتی داشت که آدم در جا یخ می زد. آیدین می گفت ابهت دارد. می گفت آدم در جا یخ می زند. نمی دانم چرا ازش می ترسم. تو ازش نمی ترسی اورهان؟ گفتم نه، پدر پدر است، ترس ندارد. اینها را وقتی می گفت که ما داشتیم ته شهر، آنجا که زنها لباس می شویند، پیاده گز می کردیم. گفت، تا به حال خندهش را دیده ای؟ گفتم، توی حجره صبح تا شب مزاح می کند و می خندد. گفت، دوستش هم دارم ولی ازش می ترسم. به چلچله ها نگاه کرد که بالای سرمان پر می زدند. چه می دانست که همین پرنده های کوچک قشنگ چه دماری از روزگار آدم در می آورند. زنها که لباس هاشان را شستند و رفتند، ما هم طرف شهر را افتادیم. آنها لباس هاشان را روی سر گذاشته بودند و ما فارغ و بیخیال نگاهشان می کردیم. پدر نگاهی به بقیه کتاب های روی تاخچه انداخت و ناگاه برگشت. طول سگ، باز هم چرندیات میخوانی؟ کتاب را از دستش گرفت و از وسط جلد داد. بعد از کمر پارش کرد و انقدر کاغذها را پاره کرد تا کف اتاق پر از کاغذ شد. جر میداد و میپاشید. هوار هم میکشید. گفت تو خانه من این اراجیف را نیاور. موقعی که بیرون میرفت به سبیل کم پشت آیدین نگاه کرد که حالا خوب روی لب بالاش را پوشانده بود. گفت با این سبیل کجا را میخواهی پاره کنی؟ و من پریدن زیر پلک‌های چشم آیدین را به وضوح میدیدم. به رسم عادت همانطور که نگاهم به آنها بود با سرانگشت هام روی در اتاق زرد گرفته بودم. پدر به دست هام که پشت تنم بود و رنگ قشنگی گرفته بود اشاره کرد و قرید بس کن. همان شب اتاق آیدین را جدا کرد. گفت همین حالا بحث هم نکن. مادر گفت چرا؟ پدر گفت برای اینکه دندان پوسیده را باید کند و انداخت دور تا دندان سالم سالم بماند. مادر با بیمیلی زیر زمین را جارو زد. می گفت شب شگون ندارد. پدر گفت جارو کن. بحث نکن. مادر یک فرش انداخت و تخت آیدین را آنجا گذاشتیم. همان شبانه. اتاقش از کف حیاط هفت پله می خورد. تاریک و نمور بود. بوی سرکه و آب قوره می داد. پدر همیشه می گفت وقتی آدم امکانات داشته باشد باید استفاده کند. برای همین همان شبانه تخت خودم را کنار پنجره گذاشتم و رفتم توی بحر آسمان. انگار ستاره‌ها بیشتر شده بودند و دود بخاری همچنان در هوا کش و قوس می آمد و لابد کلاغ‌های سیاه خدا فردا روی شاخه ها می نشستند و می گفتند بحر بحر. آن شب خواب باغی را دیدم که درخت‌هاش طلایی بود. کوچه من وسیع شده بود. کارخانه پنکه‌سازی از آن ته آمده بود بالا و هم سطح زمین شده بود. با شیروانی قرمز و من درس می‌خواندم و بعد دیدم که مردم. صبح که خوابم را برای مادر تعریف کردم گفت عمر درازی داری مادر.
برف بیابان دولایه بود. پا که می گذاشت فرو می رفت، اما در آن ته برف های کهنه سفت شده بود، مثل صخره. حس می کرد پاهاش برهنه است. درد را تا اعماق وجودش حس می کرد. برای همین قدم های سبک بر می داشت. با آنکه صبح در شهر دنبال آیدین گشته بود، باغ ملی و گورستان قدیمی را هم زیر پا گذاشته بود، اما حالا بی احساس خستگی فقط یخزدگی پاها آثارش می داد. از همان جایی که بود داد زد: سوجی؟ صداش اصلا نپیچید، توی برف‌ها گم شد و باز رفت. یک روز پدر چند تا از کتاب‌های آیدین را به حجره آورده بود. از صبح گاه و بیگاه می رفت سر وقت کتاب‌ها و ورق ورقشان می کرد، اما هر چه می خواند نمی فهمید. کتاب‌ها را نگه داشت تا روزی که عیاض پاسبان به حجره آمد. گفت: جابر، پرم را آتش زدی، آمدم. پدر گفت: کار واجب داشتم. کتاب‌ها را نشانش داد. گفت: یک نگاهی به اینها بکن. عیاض پاسبان کتاب‌ها را گرفت، نگاهی به اسمشان انداخت و هر سه را یکی یکی در کف دست وزن کرد. گفت: کجا بوده؟ یک چشمش را بست و همانطور منتظر ماند. پدر گفت: نپرس. عیاض گفت: بگذار ببینم چی نوشته. و اسم کتاب‌ها را بلند بلند با زحمت خواند: اودیسه. نگاهی به پدر انداخت و گفت: کجا بوده؟ و بعد آن یکی را خواند: باغ اپیکور. و سومی را نخواند. گفت: مال کی هست؟ پدر گفت: آیدین. عیاض گفت: آیدین تو؟ پدر نگران بود. گفت: آره، آیدین خودم. عیاض گفت: وای وای وای. پدر گفت: من میخواستم از او یک آدم نمونه بسازم، اما نشد. دستهاش را به هم مالید. پرسید: باغ اپیکور کجاست؟ عیاض گفت: بدبختی ما همینجاست. پدر گفت: کجاست؟ عیاض گفت: روزگار بدی شده. لحظه ای سکوت کرد و بعد سرش را نزدیک پدر برد و گفت: شنیده ای کمونیست ها یک باغ سبز درست کردند و قاپ جوانهای مردم را می دزدند؟ کتاب ها را در یک پاکت گذاشت و بی آن که پسته بخورد با خشمی عجیب رفت. گفت که می برد سر به نیستشان کند و گفت که خیلی مراقب آیدین باشیم. پدر گفت: خدا شما را از ما نگیرد. عیاض دم در برگشت، سری تکان داد و گفت: اگر سرم را دادم در راه رفاقت بود، قارداش. پدر گفت: اگر عیاض را نداشتم چی داشتم؟ لحظه پشت میز نشست، سرش را زیر انداخت و بعد گفت: اورهان، راه بیفت. گفتم: کجا؟ گفت: سری به خانه میزنیم. شاگردها را به کار واداشت و سفارش کرد که مراقب باشند. پاپاخ را به سر گذاشت و ما راه افتادیم. پدر هیچگاه در آن وقت روز به خانه نمی رفت. ساعت 10 صبح بود و ما با شتاب می رفتیم. نمی دانستم می خواهد چه کند. به خانه که رسیدیم، پدر از آیدا پرسید: آدین کجاست؟ رنگ از چهره آیدا پرید. با لرزشی در لبها گفت که نمی داند. پدر او را کنار زد و به طرف زیر زمین رفت. بالای پله ها ایستاد. گفت: اورهان. من جلو دویدم. گفت: هرچه کتاب و دفتر و دستک هست بیاور بیرون. من به زیر زمین رفتم. کتاب های روی تاخچه، دفترها، دستخطها و کتاب های زیر تخت همه را بیرون آوردم. بغل می زدم و کنار حوض، آنجا که پدر ایستاده بود و با انگوش نشان می داد، بر زمین می ریختم. آیدا پشت پنجره آشپزخانه بی آنکه بتواند کاری بکند گریه می کرد. و پدر
آنقدر خشمگین بود که مادر جرأت نمی کرد خود را نشان بدهد. حتما از جایی ما را می پایید. پدر گفت: همین ها بود؟ گفتم: بله. پدر جرعه نفت پاشید و من کبریت کشیدم. چه شعله‌ای داشت و ورقها چه پیچی می خورد. درست جان کندن یک آدم سگجان را می مانست. کش و قوس می آمد، طلایی می شد، قهوه‌ای می شد و بعد سیاه می شد. پدر به میان آتش چشم دوخت، کمی دقت کرد و گفت: بابا گوریا؟ اورهان، این بابا گوریا نیست؟ من دیدم که کتاب تازه گل گرفته بود. گفتم: چرا؟ گفت: مگر من قبلا این را پاره نکرده بودم؟ گفتم: دوباره خریده. گفت: من هم دوباره نابودش می کنم. بعد که شعله فرو نشست، خاکسترها را شستیم و رفتیم حجره. اما لکه سیاهی بر آجرهای چهارگوش کف حیات مانده بود. انگار جانور سیاهی را آنجا با پشت بیل پهن کرده باشند. آیدا پشت پنجره ها ایستاده بود و من نمی دانستم بعدها چه خواهد شد. پدر گفت: هر چه شد شد. شب آیدین با دیدن لکه سیاه کنار حوض لحظه ای آنجا ایستاد. بعد ترسان و لرزان به اتاق زیر زمین نزدیک شد. وان شب برخلاف عادت نیامد که شام بخورد. من از بالا نگاه می کردم. به اتاق خودش رفت و همان لحظه برق را خاموش کرد و به گمانم خوابید. سر شام هیچ کس دلش نمیخواست که آیدین سر سفره باشد. از دور شوراوی سبز رنگ را دید و قلبش شروع کرد به زدن. نمیدانست این بار که آیدین را میبیند چه حالی میشود. هیجان این دیدار و درد سرمازدگی پاهاش هر دو او را بیتاب میکرد. چند قدم جلوتر شورزار خاموش را دید که زیر برف فرو مرده بود. صندلی سنگی کنار شورزار هم پوشیده از برف بود. بی آیدین. می گفت: چقدر دلم می خواست این پرنده های مهاجر پر می زدند و می آمدند توی ساحل. گفتم: کدام ساحل؟ گفت: این مرغ های دریایی را می بینی؟ روی صندلی سنگیش نشسته بود و به آسمان نگاه می کرد. گفتم: کدام مرغ؟ گفت: آن که یک خط سیاه دور گردنش است، پرنده صلح است. با لبخندی در تمام چهره یک خط را در آسمان دنبال می کرد. حوصله نداشتم. از طرفی هم حجره را به امان خدا گذاشته بودم. گفتم: خیلی خوب، پاشو برویم. گفت: با تمام احساسش بال می زند. می بینی اورهان؟ خستم می کرد و اگر جلوش را نمی گرفتم تا شب خیالات می بافت. گفتم: بس کن حیوان. صورتش در هم رفت. نگاهی بهم انداخت. گفت: من آدمم پدر. گفتم: آره آدمی، راست می گویی. حالا پاشو. یک بار سر برگرداند، به شورابی نگاه کرد و گفت: می‌خواهم بگویم موافقی بزنیم به آب؟ گفتم: به خورشید نگاه کن، دارد غروب می‌کند، باید تا شب نشده برگردیم. همان وقت یاد سال‌های افتادم که پدر زنده بود و ما فارغ و بی‌خیال عرصها می‌زدیم به آب. آیدین می‌گفت: نگاه کن اورهان، نه جانوری، نه حشره‌ای. این آب هر چیز اضافی را پس می زند. آن طرف را نگاه کن. روی آب همه پوپک ها و برگ ها و چیزهای اضافی با همین موج های کوچک می رود بیرون. در آب غوطه می خورد و حرف می زد. موهای صاف و سیاهش ریخته بود روی پیشانیش. با هر خیزی که در آب بر می داشت بیشتر از 100 متر می رفت و بر می گشت. آب شور و تلخ بود و ما مرتباً روی آب تف می کردیم. گفتم: دارد سردم می شود، به خورشید نگاه کن.
و می‌خواستم که به خانه برگردیم، اما آیدین دل نمی‌کند و باز خیز برمی‌داشت به دل شورابی. سر برگرداند، بنای کاهگلی قهوه خانه را مشرف بر شورابی می‌دید. حتم داشت که آیدین حالا آنجا باشد، نشسته بر تخت با روزنامه‌ها و کاغذهاش، دندانهاش کاملا پوسیده و کلمات را به سختی ادا می کند. مثل سگ از من می ترسد و مثل بره مطیع فرمان می برد. پشت شیشه های بخار گرفته یه قهوه خانه ایستادم. پاییز بود. سوز سردی می آمد. نگاه کردم. آیدین روی تخت چهار زانو نشسته بود و روزنامه می خواند. جدی و سرسخت می‌خواند و انگشت اشاره‌اش را در هوا تکان می‌داد. یک استکان خالی هم جلوش بود. در را که باز کردم جا خورد. گفتم اینجا چه می‌کنی پسر؟ گفت پدر، آمدم اخبار بگویم. من آشکارا لرزش دست‌ها و پوست صورتش را می‌دیدم. خندیدم و گفتم من اورهانم. گفت سعی نکن به من کلک بزنی پدر. گفتم آمده اینجا چه کنی؟ گفت خیلی دلم گرفته بود. هوای آیدا را کرده بودم. نمیدانم چه به سر سهرابش آمده. خیلی دلم گرفته بود پدر. بعد یک بار چشمهاش را تنگ کرد و پرسید تو باورت می شود آیدا خودش را آتش زده باشد؟ گفتم تو نباید هر حرفی را بیرون بزنی. نمی بایست می آمدی. مشتباس قهوه چی گفت آقا اورهان وقتی دلش می خواهد بیاید خوب بیاید. چه کارش داری؟ گفتم درد سرش مال من است. خودش که بعد نمی گردد. هر بار که می آید باید بیایم سراغش. آیدین گفت حالا کجا می رویم؟ گفتم مادر مدام می پرسد آیدین من کجاست. پاشو راه بیفت. تو که میدانی حال ندارد، چرا اذیتش میکنی؟ چرا اذیتم میکنی؟ گفت، بالاخره این قرمساخ ها نگذاشتند ملت ما به حاکمیت ملی برسد. میفهمی آقا داداش؟ میفهمی؟ گفتم، آره، میفهمم. پاشو بروی. و راه افتادیم. آیدین آن وقت ها تازه 30 سالش شده بود، اما موهای دور شقیقه هاش سفید شده بود. مادر می گفت عجیب نیست؟ توی این سن عجیب نیست؟ بیرون سوز می آمد و ما تا به شهر برسیم آنقدر حرف می زد که من حیران می ماندم کی این همه چیز یاد گرفته است. حافظه عجیبی داشت و افسانه های قشنگی بلد بود، اما یک لحظه بعد می گفت آقا داداش می گوین توی این برف ها پر کبک است. یک گونی می آوردی 100 تا برایت می گرفتم. گفتم حالا که برف نیست تا زمستان خیلی مانده. گفت چرا هست؟ تو نمیبینی. پر کبک است. رویان کو؟ گفتم خوب باشد. چه کارشان میخوایی بکنی؟ گفت نمیدانم. و ایستاد به تماشای کوها که در غروب خورشید رنگ بنفش میگرفتند.
دیگر داشت حوصله ام را سر می برد و عجیب گرسنه بودم. گفتم حرف زیاد نزن، راه بیفت وگرنه می زنم. و دیگر حتی یک کلمه هم نگفت. درست مثل یک بچه دنبالم راه افتاد و قهوه خانه پشت سرمان همانطور کاهگلی و واخورده مانده بود. هوا تیره و تار بود. به امید آن که خودش را در قهوه خانه گرم می کند ذوق کرد. به طرف قهوه خانه راه افتاد، دستهاش را به هم مالید، خواست پاهاش را به زمین بکوبد و دستهاش را ها کند، اما همه این کارها بیفایده بود. می بایست خود را به آنجا می رساند و در گرمای مطبوع دوروبر سماور با دو چای قند پهلو چنان حظی می برد که خستگی و سرما از یادش برود. پا بر می داشت و با هر قدم فرو می رفت. پشت در قهوه خانه ایستاد. آرام گفت عجب. شیشه ها در هم شکسته بود و برف تا میانه قهوه خانه پیش رفته بود. نه سماوری، نه تختی، نه حتی هیچ نشانی از زندگی. هیچ چیز نبود. به مردشوی خانه متروکی میمانست که لاشخورها به اعتبار بوی دیوارها و بوی مندگی در آن لانه می کنند. روی دیوارها با زغال خط خطی شده بود. جایی بالای سکوی ته قهوه خانه دود زدگی آتشی بزرگ تا سقف ادامه یافته بود. در سمت راست سقف فرو ریخته فضا را گرفته بود و سکوی زیر سماور اسکلت جانوری را بر سر گرفته بود که نشان می‌داد درندگان برای خوردن آن بر بلندی ایستاده بودند. شاید گرگی در زمستان آن حیوان را از برابر چشمان گرسنه بچه‌هاش ربوده بود و بر بلندی سکو در کمال آرامش چنان استخوان‌ها را لیس زده بود که به نظر می‌آمد بر آنها سوهان کشیدند. اورهان به دور و برش نگاه کرد. نه، اثری از لاشخورها هم نبود. سر برگرداند. پس برای چه آمده بود؟ حالا چه می کرد؟ ناگاه صدایی شنید. گوش خواباند. یک چیزی می جنبید. دقت کرد. صدای یک حیوان بود. قهوه خانه را وحشت زده و آرام دور زد. حالا به وضوح صدای اسب می شنید. در استبل با صدای خشکی باز شد و پیرمردی خشکیده که کلاه خز به سر داشت در چارچوب در استبل ظاهر شد، مثل تابلوی نقاشی کهنه. اورهان بی اختیار پاپا خسر برداشت و آن را در هر دو دست فشرد. احساس کرد چیزی مثل روح از پاهاش بالا آمد، تنش را فرا گرفت و از سرش خارج شد. راه گلو بند آمد، زانوها سوز شد، چشمها میخکوب ماند و ماند تا پیرمرد حرکتی کرد. آن وقت احساس کرد قلبش تند میزند. گفت تو چی هستی؟ پیرمرد گفت این برف همه را زمینگیر میکند. اورهان قدمی جلو گذاشت. آدم باید خیلی سگ جان باشد. و سراپای پیرمرد را ورانداز کرد. پالتوش کوتاه بود و پاپیچ پشمی سیاهی تا زانو به دور پاهاش بسته بود. پیرمرد گفت ما که وامانده ایم و خود را کنار کشید. اورهان وارد استبل شد. همان جلوی در پا کوبید. برف از پوتین‌ها و دامن پالتوش ریخت. گفت آتش درست نکرده ای؟ به همه سو نظر دوخت. تاریک بود و بوی چهارپا می آمد. گفت درست نکرده ای؟ پیرمرد هاج و واج نگاهش می کرد. گفت با چی؟ اورهان می لزید. پاهاش درد می کرد و رطوبت به زیر لباسهاش راه یافته بود. به زحمت می خواست
فکرش را متمرکز کند. گفت اینجا قهوه خانه بود. نبود؟ پیرمرد روی یک پالون نشست. گفت نمی دانم. آره، اینجا یک قهوه خانه بود. این مشتباس از وقتی مریض شد دیگر فاتحه اینجا را خواندند. اجاره دار کی بود؟ به دور و بر نگاه کرد. آن ته یک اسب و دو الاغ چپیده بودند کنار هم و سرشان در توبره بود. پیرمرد پالون یکی از الاغ‌ها را برای نشستن خود برداشته بود و پشت سر هم سیگار دود می‌کرد. اورهان گفت: می‌روی شهر؟ پیرمرد با صدای خفه‌ای گفت: نه. اورهان گفت: پس می‌روی کجا؟ پیرمرد گفت: رام اسبی. اورهان گفت: حالا که نمی روی. پیرمرد گفت: حالا دیگر به شب می افتم. صبر می کنم. روشنا راه می افتم. اورهان ساکت ماند. نمی خواست تنها بماند. می ترسید رأی پیرمرد برگردد. گفت: گرگ های این فصل رحم ندارند. پیرمرد سیگاری با سیگار روشن کرد. گرگ ها هیچ وقت رحم ندارند. تو آبادی بالا 3 آدم را روز روشن خوردند. پا شد. پالون آن یکی الاغ را هم برداشت و روبروی خود بر زمین گذاشت. اورهان که تا آن وقت قدم می‌زد و پا می‌کوبید نشست و بیرون را تماشا کرد. سفید و سرد بود. دست‌هاش را به هم مالید. بند پوتین‌هاش را باز کرد. پاهاش را درآورد. جوراب‌هاش را کند و پاهاش را با دو دست گرفت. گفت: من اورهانم. پیرمرد گفت: اورهان؟ کدام اورهان؟ برادر سوجی. پیرمرد نگاهی دقیق تر انداخت. گفت: برادر کش؟ اورهان سردی چیز تیزی را در پشتش حس کرد. اما چه فایده داشت که انکار کند و هوار بکشد؟ سر تکان داد. بعد گفت: آخ. و نوک انگشت‌هاش را با دست فشرد. حالا تاجر تخمه‌ام. پیرمرد پرسید: تخمه؟ جواب داد: آره، آجیل. اینجا خیلی سرد است. بند انگشت‌هاش داشت جدا می‌شد. پیرمرد گفت: پالتو را از تنت در بیاور، پاهات را بگذار توی آن. اورهان گفت: نه، نه، من سرمایی‌ام، سینه پهلو می‌کنم. درد در تمامی استخوان‌هاش دور می‌زد. گفت: چای که نداری؟ پیرمرد ساکت ماند و به سیگار کشیدن ادامه داد. اورهان گفت: یک چیزی نیست که بشود آتش درست کنی؟ پیرمرد همچنان جواب نمیداد. سیگاری دیگر آتش زد و ته سیگار قبلی را زیر پا له کرد. اورهان گفت: من حالا اسیر سوجی‌ام. میشناسیش که؟ پیرمرد گفت: زنجیرش کن. نمیتوانست پاهاش را گرم کند و یا لااقل از درد استخوان بکاهد. ناله کرد و گفت: 14 می شود که اسیرم کرده، مگر می شود زنجیرش کرد؟ بچه که نیست، 42 است. پیرمرد گفت: بیاندازش توی یک اتاق، براش نان و آب بگذار، خلاص. اورهان گفت: اگر پیداش کنم همین قصر را دارم، اما دیوانه ما مثل پرنده است، توی قفس می میرد، بیرون هم که باشد، پر می زند. دیوانه زنجیری که نیست، بی آزار است. اصلاً به دنیا آمده که مرا بچزاند. دلش می خواست حرف بزند، اما نمی دانست که پیرمرد گوش می کند یا نه. احساس خاری و ذلت داشت. مدتی عادت کرده بودیم، هر دو، هر وقت دلش می گرفت می زد بیرون،
دو سه روز غیب می شد و برمی گشت. می پرسیدم کجا بودی پسر؟ گفت رفته بودم پابوس آقا. گفتم سوغاتی چی آوردی؟ گفت چیزی پیدا نمی شد. همه اش همین تخم آفتاب بود و زردالو انک. گفتم خیلی خوب، برو تو کاروانسرا. آنقدر راه نیفت این طرف آن طرف. آبروی مرا نبر. گفت آقا داداش، دو تا چای مشرب باز آدم را شاد می کند. می توانی این را بفهمی؟ جیبهاش را پر تخمه کرد و زد به چای. حضورش برایم اهمیتی نداشت، اما غیبتش خیلی آزاردهنده بود. شبهایی که توی آن زیر زمین می خوابید من بالا بودم، تنها، اما می دانستم که هست. یکی هست. یکی آن پایین دارد نفس می کشد. به خصوص در خانه‌ای که بوی کت باران خورده پدر می داد، بوی نفس تنگی مادر می داد، بوی آیدا هم بود. و من دو سه روز همه اینها را تحمل می کردم و می دانستم که می آید. می پرسیدم کجا بودی پسر؟ با اخم و تشرفم می پرسیدم. گفت رفته بودم مسکو. گفتم چه خبر بود؟ گفت سراسر جنگ بود و توی آن یخبندان آتش بود که زبانه می کشید. گفتم تو هم می جنگیدی؟ خیره به آدم‌های بیرون از حجره نگاه می کرد. جماعت با شتاب و بی شتاب می گذشتند. گفت به نظر تو این همه آدم قاشق از کجا می آورند؟ گفتم خب از جنگ چه خبر؟ چند تا را کشتی؟ چند تا را زخمی کردی؟ گفت یک زن اسیر آورده این که فاحشه از آب در آمده. اسمش مارتاست. خوشگل است. بد نیست. به گمانم مال یوگسلاوی باشد. گفتم تو مال کدام طرفی ها بودی؟ گفت آقا داداش کلک من کنده است. افسرده بود. هر دو ساکت به بیرون خیره شده بودند، انگار هر دو انتظار کسی یا کسانی را می کشند. اورهان گفت تو سردت نیست؟ پیرمرد گفت طاقت می آورم. لحظه ای مکث کرد و بعد گفت تو با چی آمده ای؟ اورهان گفت پیاده. سیگار نداری؟ سرما قطره قطره از چشمهاش سر می خورد و روی گونه هاش می لغزید. یک بار هوس سیگار کرد. گفت سیگار اضافی داری؟ پیرمرد قوطی سیگارش را باز کرد و جلوش گرفت. جلو لرزت را می گیرد و منتظر ماند تا اورهان در آن تاریک روشن یکی بردارد. وقتی کبریت می کشید بیشتر به چهرش دقت کرد و دید که پاهاش سرخ سرخ شده. گفت فقط برای سوجی آمده ای اینجا؟ اورهان که از درد پا ناله می کرد سر تکان داد و از اینکه به پیرمرد می فهماند برادرش را دوست دارد بیشتر احساس رضایت می کرد. اما در دلش غوغایی بود. همه این راه را بارها و بارها در سرما و گرما آمده و رفته بود. خود را بارها به خطر انداخته بود که آیدین را برگرداند، اما حالا دیگر تصمیم قطعی داشت. به هر قیمتی بود می‌خواست کار را یکسره کند. با خشم و ولع دود را مقطع بیرون داد. نمی‌دانست چه سیگاری می‌کشد. بدمزه بود. پاشد، در استبل را بست و از کنار لته شکسته در به بیابان نگاه کرد. گفت ماندگار شدی. پیرمرد ساکت بود. بیابان یک دست تاریک و برف بود. هیچ فکرش را نمی کرد که ماندگار شود. گفت پس کجا رفته این برادر؟ پیرمرد همچنان ساکت بود.
پدر می گفت اصلا مهم نیست که کجا رفته. گفتم آدم که به اختیار خودش نیست. مادر از صبح تا شب می پرسد آیدین من کجاست، می خواهد برش گرداند، چند وقت به چند وقت می رود سری بهش می زند. پدر گفت غلط می کند. با اجازه کی؟ یک سالی می شد که آیدین از خانه رفته بود. بالای رودخانه روستای رام اسبی در یک کارخانه چوب بری کار می کرد. لاغر و شکسته شده بود. غذای درست و حسابی نمی خورد، اما اراده کرده بود که مستقل باشد و دیگر به خانه پدری پا نگذارد. بعد از آن آتش سوزی رنجیده بود، انگار خودش سوخته بود و سوخته بود. او در خشم پدر و پدر در خشم طبیعت. روزنامه خورشید شرق روز بعد از واقعه نوشت ساعت 12:30 دیروز ناگاه چنان نقصانی در روشنایی آفتاب افتاد که گویی دستی ستبر چهرهش را پوشانده است و ما این جمله را حفظ شده بودیم. آن روز قرص کامل آفتاب گرفت و شب شد. پدر با آنکه ناهارش را نخورده بود نگاهی به ساعت انداخت و با آنکه عقربه‌ها را درست سر جایشان می‌دید، خیال می‌کرد چشم‌هاش خطا می‌کنند. حیرت زده پرسید: اورهان، شب شد؟ من نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده. گفتم: یا ابوالفضل. و از اتاق بیرون دویدم. هوا به تاریکی عمیق‌تری رفت و در همان وقت سوت پایان کار کارخانه پنکه‌سازی لرد به صدا در آمد. من مطمئن شدم که شب شده است، چون کارخانه پنکه‌سازی لرد حتی در روزهای جنگ هم از کار باز نایستاده بود. و عجیب اینکه در روزهای بعد از شهریور 20 وقتی مردم شکم همدیگر را به خاطر یک نان سیاه پاره می کردند، کارخانه باز نایستاد. اما حالا سوت پایان کار را کشیده بود. سر و صدای مردم از کوچه و خیابان شنیده می شد و عده‌ای روی پشت بام ها مس می کوبیدند. پدر به حیاط آمد، کنار من و مادر ایستاد و ما بی آنکه دست را حاگل کنیم به آفتاب چشم دوختیم. مادر گریه می کرد، هر به چندی به بهانه‌ای برای آیدا که در آبادان زندگی می کرد، دلتنگ می شد و اشک می ریخت. خورشید به قرص خونینی بدل شده بود و غبار سیاه رنگی اطرافش را پوشانده بود. آن روز من برای اولین بار وحشت را در اندام پدر دیدم. همه جا در تاریکی فرو رفته بود و از کوچه هیاهوی وحشتناکی به گوش می رسید. مادر زیر لب ورد می خواند و با صدای محزونی گریه می کرد. من منگ و وازده نگاهم به آسمان بود که در یک لحظه غرق در ستاره شده بود. آنقدر که در هیچ شبی آن همه ستاره ندیده بودم. گفتم یا ابوالفضل. پدر دعایش را قطع کرد. گفت این بلاست که نازل شده. می دانید معنی این چیست؟ کف دو دستش را نشان داد و با حالتی تب‌زده گفت ما خون کرده ایم؟ مادر گفت استغفرالله. پدر گفت این اعمال ما هاست، اعمال ما و بچه هامان. خدایا تو نخواه، خدایا تو نخواه. لحظه بعد هیاهوی خیابان خوابید و شهر در تاریکی و سکوتی فرو رفت که انگار سال هاست آدم هاش مردند. انگار آنجا هیچ وقت شهر نبوده. مادر چراغ گرد سوز را روشن کرد و در اتاق روی تاخچه گذاشت. هیچ کدام از ما جرأت خارج شدن از اتاق را نداشتیم. مادر گفت پس آیدین. پدر گفت هر جا هست باشد. مادر نگران بود و بعد که بوی غذای سوخته در خانه پیچید، مادر زد به زانوهاش. چه خاکی به سرم شد.
سراسیمه به آشپزخانه دوید و پدر چراغ به دست دنبالش راه افتاد. در چارچوب در آشپزخانه ایستاد و گفت این نتیجه اعمال ماست. ما چه کار کرده ایم؟ من دیدم که دستهاش می لرزد و اشک صورتش را پوشانده. چراغ را از دستش گرفتم. پدر گفت ما حالا جایی زندگی می کنیم که درست زیر پای ما انبار کتاب های زاله است. پسر خودمان هرچی کتاب کفر پیدا کرده چپانده توی این زیر زمین. شاعر هم شده. دیگر همین مانده که یک ساز بزند زیر بغلش و بشود عاشق، برود مطربی. اما من نمی توانم ساده بگذرم. در همان حال آستینهاش را بالا زد و گفت باید نماز آیات بخوانیم. به اتاق برگشتیم و نماز آیات خواندیم. تاریکی یک ساعت و نیم طول کشید و ما همه یک ساعت و نیم لرزیدیم. بعد هوا گرگومی شد مثل زمان پیش از طلوع و بعد از غروب. بعد آفتاب از تاریکی در آمد و روز روشن شد. پدر با اشاره سر به من گفت که دنبالش بروم. ما به حیاط رفتیم. مادر در ایوان ایستاده بود و مثل من حیران بود. گفت چرا به حجره نمی روید؟ به چه کنم افتاده اید؟ در سکوت پدر و بوی سوختگی مادر ترجیح داد خود را جایی سرگرم کند و جلوی چشم نباشد. پدر گفت فرش و لباس‌های اتاق را بریز بیرون. فرش را لوله کردم و بیرون آوردم. لباس‌های آیدین را روی ایوان گذاشتم و خواستم که رخت خواب را بیرون بکشم، اما پدر گفت آتش سوخت بار می‌خواهد. اما پدر ندیده بود که آنجا چه خبر است. بعد از کتاب سوزی قبل، حالا زیر تخت، روی تاقچه، کنار پله‌ها و گوشه اتاق پر از کتاب و دفتر بود. آیدین شعر می گفت و با چند تا شاعر دیگر سر و سر پیدا کرده بود. پدر گفت نفت بریز. من پیت نفت را به درون بردم، همه جا را نفتی کردم و بعد یک لحظه خواستم تخت خواب را بیرون بکشم که پدر مانع شد. گفت کبریت بزن و من زدم. مادر وقتی از اتاق بیرون آمد که دیگر خیلی دیر شده بود. شعله آتش از در و پنجره زیر زمین زبانه می کشید و چیزی با صدای مهیب می سوخت. مادر می خواست کاری بکند. دستهاش را حرکت می داد اما زبانش بند آمده بود. پدر گفت این روح شیطان است که دارد می سوزد. و به راستی روح شیطان اگر می سوخت آن همه صدا و دود نداشت. گرما تا آن طرف حوض می آمد و دود به آسمان می رفت. چند تا از همسایه ها در خانه را زدند و علت دود را پرسیدند. پدر گفت رب گوجه می پزیم. من فکر می کردم وقتی آیدین وز را ببیند در جا سکته می کند. اما هیچ اتفاقی براش نیفتاد. دم غروب آمد. خانه در سکوت غم‌انگیزی غرق شده بود. انگار کسی مرده است و راز مرگ را همه از هم پنهان می کنند. آیدین بسته کتابی که در دست داشت روی حره پله گذاشت و می خواست که دستهاش را دم حوض بشوید. دو سه قدم که رفت تاریکی و سیاهی وحشتناک زیر زمین را دید. بوی سوختگی هم پیچیده بود. ما هر سه نفر از بالا نگاه می کردیم. آیدین به طرف اتاقش رفت. دم پله ها نتوانست سر پا بایستد. پاها و دستهاش لرزید. چیزی مثل رعش تمام اندامش را گرفت و بعد بی آنکه یک کلمه حرف بزند یا بخواهد کسی را ببیند رفت.
در سکوت کرده بود. نمی دانست که کار به اینجا می کشد. دور اتاق قدم می زد و فکر می کرد. مادر گفت همین را می خواستی؟ و گریه کرد. پدر گفت مگر چی شده؟ به خاطر خودش این کار را کردیم. می بینی که روزگار روزگار نیست. سر هیچ و پوچ جوانها را می گیرند و می اندازند آن تو. وان شب پدر چنان اظهاری گرفته بود که همه قدرت و حمیت و ارادهش را از دست داده بود. نمی نشست، نه یک جا می ایستاد، نمی توانست بخوابد. مدام به مستراح می رفت و قدم می زد. مادر گفت همین را می خواستی؟ پدر گفت بگذار چند روز بگذرد، گرسنگی که فشار آورد بر می گردد. مادر گفت یا همین امشب پیداش می کنید و برش می گردانید یا من فردا از اینجا می روم. پدر گفت مگر بچه من نیست؟ مگر من دلم نمی سوزد؟ اگر تو بگذاری می خواهم آدمش کنم. آیدین بعد از آن آتش سوزی چنان رنجیده بود که وقتی من و پدر چند روز بعد به سراغش رفتیم خودش را آفتابی نکرد. مادر به پدر اصرار می‌ورزید که برش گرداند. من و پدر باز راه می‌افتادیم طرف رام اسبی. کارخانه در یک تنگه واقع شده بود که آب رودخانه از زیر آن می‌گذشت و کارگرها آن بالا مشغول کار بودند. یک روز پدر درست در لحظه‌ای که آیدین داشت تنه درختی را می‌برید، غرور کهنه‌اش را زیر پا گذاشت، روبروش ایستاد و گفت: آیدین، گذشته ها را فراموش کن. آیدین بی آنکه سر بلند کند گفت: پدر، مرا فراموش کن. و ما برگشتیم. پدر سراپا خشم و کینه و احترام شده بود. از آن پس اسم آیدین را با حالتی خاص به زبان می آورد و او شاید یک سالی در آنجا کار می کرد. مادر سراغش را می گرفت و من گاه گاه بهش سر می زدم، اما هیچ چیزی را نمی پذیرفت. غذا و لباس براش می بردیم، بر می گرداند. کتاب می بردیم، بر می گرداند. حتی دست مادر را هم رد می کرد. وقتی اصرار می کردیم می گفت پرونده تحصیلی، کتاب ها، شعرهایی که مال خودم بود، و به گریه می افتاد. رفته رفته خلق و خوی شاد از وجودش جدا شد، انگار خودش سوخته بود. سر و وضع خوبی هم نداشت. من دیده بودم که کفش مشکی ساده‌اش از هر دو طرف پاره شده بود. با همان پالتو بلند و شلوار ماهوتی سیاه، یک پاش را روی الوار می‌گذاشت و اره می‌کشید. و آنقدر می‌کشید که چوب دود می‌کرد و جدا می‌شد. با دست مالی عرق پیشانیش را پاک می کرد و می رفت سراغ یکی دیگر. می ایستادم تا کارش تمام شود. با هم راه می افتادیم طرف شورابی. کفش سیاهش پاره شده بود و سخت راه می آمد. گفتم آیدین، تو مگر حقوق نمی گیری؟ دست پاچه شد. خیال کرد می خواهم ازش قرض بگیرم. گفت دارم، می خواهی؟ خواست دست به جیب کند و پولهاش را در بیاورد. گفتم چرا یک کفش برای خودت نمی خری؟ نگاهی به کفشهاش انداخت و گفت حالا که برف و باران نیست. فکرش را کردم، بگذار پاییز. از بالای تپه ها هم شورزار را نگاه می کرد و هم شورابی را. گفت شورابی را خیلی دوست دارم. آن طرف شورزار موج برداشته بود و گل نمک بر زمین ماسیده بود. در هر فصلی به نظر می آمد که موجها تغییر کردند. گفت خیلی شبیه دریاست. گفتم آره. ما روی تپه های نزدیک شورابی ایستاده بودیم و نسیمی نرم می وزید. شورابی آن پایین راکد ایستاده بود و نیزارش را از هر طرف می شد دید. یک سوی شورابی در حد فاصل تپه و آب نیهای بلندی با برگهای تیز روییده بود. آیدین
با دقت و با برقی در چشم ها نگاه می کرد. گفت مثل ساختمان سازمان ملل است. گفتم کجا؟ با دست آن روبرو را نشان داد. گفتم چرا؟ گفت این نیزار مرا یاد پرچمهای سازمان ملل می اندازد. زمانی پدر می گفت قدر این شورابی را بدانید. سالها بعد اینجا هم می شود مثل شورزار. یک باطلاق نمک تلخ بی مصرف. ما هنوز سبیل من سبز نشده بود. سطل قرمز را من بر می داشتم و سطل سبز را آیدین. پدر پشت سر من می آمد. به شورابی که رسیدیم، پدر لباسهاش را در آورد و زد به آب. در آب پیرتر به نظر می آمد. ما لخ شدیم و شیرجه زدیم. آفتاب گرم می تابید و آب شور و تلخ بود. روی آب گله به گله پوپک ها داشتند، دور می شدند. پدر دستهاش را از دو طرف باز کرده بود و فقط سر کمویش بیرون بود. گفت بروید جلوتر لجن در بیاورید. لجنهای کف شورابی را روزها با پمپ می کشیدند و تانکر تانکر می بردند. پدر می گفت دوای عاجل روماتیسم همین لجن هاست. کمی به تنش دست کشید. زد بیرون و روی حاشیه دور شورابی در سینه کش آفتاب دراز کشید. پاهای پرمو و لاغرش را روی هم انداخته بود و تکیه داده به آرنج ها به همه جا چشم می دوخت. گفت تا سردم نشده یک خرده لجن بیاورید. آیدین نفس گرفت. دهانش را باز کرد و فرو رفت. حباب های کوچکی جاش را پر می کرد. بعد از کف آب کنده شد. سطلش تا نیمه لجن بود. گفت بگیر و خیز برداشت. من سطل را از دستش گرفتم و به سراغ پدر رفتم که سرش را روی زمین گذاشته و منتظر بود و نگاه کردم. آیدین در عمق آب همچنان می رفت. پدر گفت بارک الله پسر، بمال که هلاکم. نرم بادی می وزید و نیزار در آن طرف شورابی به رقص در آمده بود. من مشت مشت لجنها را به تن پدر می مالیدم. از پاها شروع کردم. پدر می گفت یک وکس حسابی بزن. سیاه سیاه شده بود. انگار که مجسمه‌اش را از قیر ساخته باشند و همانطور ماند تا لجنها به تنش خشک شود. ما فقط پاهامان را می مالیدیم و می نشستیم تا بماسد. بعد به آب می زدیم و خودمان را می شستیم. پدر گفت یک خورده هم برای یوسف بردارید. یوسف بعد از آن سقوط حالا به یک تکه گوشت بی مصرف تبدیل شده بود که صبح تا شب، شب تا صبح بی وقفه بخورد و پس بدهد. گوشه ی اتاق پایین افتاده بود، بی حرکت و بی حرف، چشمهای خیرهش را به در می دوخت و همیشه چیزی را نشخار می کرد. اتاق بوی گند و مردار می داد و مادر مدام در حیاط ملافه هاش را می شست. آیدا می گفت، اگر یک اتاقک در حیاط براش درست کنید، همه راحت می شدیم. و کسی توجهی نمی کرد. پدر برای اینکه تشنه‌اش نشود به خیار گاز می‌زد. تابستان خوبی بود و آفتاب تند می‌تابید. لجن‌های تن پدر خشک شده بود و مورچه‌های شتری روی شکمش راه افتاده بودند. پدر پا شد و به آب زد و خودش را شست. گفت علامت اثر دوا همین است. تمامی بدنش سرخ شده بود. گفت حالا باید آتش کنم و به خیار گاز می‌زنم. برهان به یاد نمی آورد که سیگار دیگری از پیرمرد گرفته و با آتش سیگار اول گیرانده است. پک‌های غلیظ می‌زد و دردی طاقت فرسا در استخوان‌های پا و دستش فریاد می‌کرد.
گفت حالا چه کار کنم؟ به دور و بر نگاه کرد. در آن تاریکی چیزی به طور یک نواخت صدا می کرد. مثل ساعت سه ستاره روی تاخچه مادر. گفت این صدا مال کجاست؟ پیرمرد گفت آب چکه است و بالای سر مال ها را نشان داد. برهان به سقف نگاه کرد و ساکت ماند. پیرمرد گفت قصه نخور، پیداش میکنی. برهان ساکت بود. پیرمرد گفت فرار میکند. هان؟ برهان سرش را زیر انداخته بود و نمیخواست به حرفهاش گوش کند. گفتم پدر، آیدین از دست کی فرار کرد؟ گفت تو هم فرار کن، برو، همه تان بروید جهنم. گفتم نمیخواهم فرار کنم، من با آیدا و آیدین فرق دارم، امروز جمعه است، میخواهم با بر و بچه ها بروم شورابی. پدر گفت پس حساب های حجره را کی برسد؟ مادر گفت بگذار برود، مگر آیداست یا مگر آیدین است که هر دوشان لالمانی گرفتند؟ حریف این یکی می شوی؟ پدر گفت همشان سر و ته یک کرباسند. مادر چپق پدر را برداشت و گذاشت روی تاخچه. هرچه باشد این یکی به خودت رفته. صبح تا شب که چپق نمی کشند. بعد دست پاش را به کمر زد. در میانه ی اتاق بالا با عصبانیتی عجیب به من گفت برو دیگر، معطل چی هستی؟ با یک استیشن اتاق چوبی رفتیم. مردم شهر آن سال بد را همیشه به یاد دارند. ما 40 نفر بودیم. چند تا از بچه ها سرباز بودند. آواز می خواندیم و دست می زدیم. سرود پرچم و بعد شب بود، بیابان بود، زمستان بود را دم گرفتیم. سر راهمان در آخرین خیابان‌های شهر خانه آتش گرفته بود. شعله و دود از پنجره‌ها بیرون می‌زد. راننده نگه داشت و ما همگی ریختیم بیرون. صاحب خانه آتش گرفته پیرمردی سفید مو بود که با 2 دست به سرش می‌زد و نعره می‌کشید. جلو ساختمانش می‌ایستاد، می‌نشست و گاه می‌دوید. بعد برمی‌گشت، به شعله‌های آتش نگاه می‌کرد و باز می‌زد به سرش. بعدها دانستیم که زن و بچه‌ای هم ندارد ولی داشت خودش را می‌کشت. روی هم 8 شلنگ آب از راه دور و نزدیک به طرف خانه سرازیر بود و گل سیاه رنگی تمام سطح خیابان را پوشانده بود. آتش آنقدر تند زبانه می‌کشید که دیگر هیچ نشانی از خانه بر جا نگذاشته بود. بعد که سقف ریخت، آتش خاموش شد. بار قبل هم در آن آتش سوزی بزرگ هیچ کس نتوانست سر سوزنی از بار آتش کم کند. آتش دیوانه‌ای در راسته بازار شعله می کشید و یک ستون دود سیاه به آسمان می رفت. همه مردم شهر حیرت زده به دود نگاه می کردند و هیچ کس نمی توانست کاری بکند. برق رفته بود و مامورهای پاس شب بازار تیر هوای خالی می کردند و کمک می خواستند. یک عده هیاهو کنان می دویدند. آن شب برخلاف همیشه جوی خیابان هم بی آب بود. تا چشم کار می کرد در امتداد خیابان آدم فانوس به دست بود که همین جور به طرف بازار می آمد. پدر هراسان بود، می لرزید. دست من و آیدین را محکم گرفته بود و هی دعا می خواند. باد گرم آتش را به کاروانسرای آجیل فروش ها نکشاند و امتداد شعله در راسته بازار پیش می رفت. آتش بی پیر شده بود. ما گوشه تازه میدان ایستاده بودیم و مثل دیگران فقط نگاه می کردیم. شهرداری آن وقت هیچ وسیله‌ای برای خاموش کردن آتش نداشت و باد گرم آتش را به آن سو پیش می برد. آن شب با
بازار تا صبح سوخت و آتش سوزی تا شب بعد ادامه پیدا کرد. تمام راسته بازار که بیشترش قنادی و شیرینی پزی و یکی دو تا کارخانه قند بود، سوخت. وقتی دیوارها فرو ریخت و یک عده را به خاک سیاه نشاند، آتش هم خود به خود تمام شد. اما دود سیاهی تا سه روز بر فراز شهر ایستاده بود و آنقدر سنگین بود که باد نمی توانست تکانش بدهد. روز بعد بارانی بارید که شیرین بود و مردم لگن و کاسه گذاشتند که حرام نشود. ما وقتی این موضوع را فهمیدیم که باران دست از بارش کشیده بود. موها و لباسهای ما چسبناک بود. دست‌هامان را به هر چیز می زدیم می چسبید. پدر دستش را لیسید و گفت شربت. تا مدتها از فشاری‌ها جای آب شربت می آمد. من می گفتم آب می خواهم. از تشنگی له له می زدم و هرچه از آن آب شیرین می خوردم آتشم فرو نمی نشست. پدر گفت شربت بخور. آب از کجا بیاوریم حالا؟ گفتم بالاخره از یک جایی تهیه کنید. پدر گفت چی می گویی؟ حالا دیگر حتی همه شیرین می شاشند. بعدها آب از شیرینی افتاد. آیدا خودش را آتش زد، پدر مرد و کلک آیدین هم کنده شد. من مانده بودم و مادر که و ملافه سفید می خوابید و خرخر می کرد. یک نواخت خرخر می کرد. آسم داشت. نصف شبها خیال می کردم به چیزی سخت سوهان می کشند. آیدین سرش را به دیوار می گذاشت. رگهای شقیقه و گردنش تند می زد و زیر چشمهاش می پرید. مادر گفت بگو مادر کی این بلا را سرت آورد؟ آیدین گفت آتش جنگ در سرمای مسکو خاموش شد. راست می گفت. همه آتشها با آن شعله و دود، با آن تلفات و خسارت خود به خود فرو می نشد. اما همه آنها در خرابی فرو می نشست. همه مردم هنوز به یاد دارند. ما 40 نفر بودیم. چند تا از بچه ها سرباز بودند. آتش که خاموش شد سوار استیشن شدیم که بدنه و صندلی ها چوبی بود و در ناهمواری جاده خاکی چنان ما را می تکاند که دل و رودمان می خواست بریزد بیرون. همان وقت که ماشین ما راه افتاد، ماشین‌های قرمز رنگ آتش نشانی را دیدیم که داشت زوزه کشان می آمد. اما خیلی دیر شده بود و از خانه فقط یک تل خاک مانده بود. ما راه افتادیم، آواز خان و دست زنان. سرود پرچم را تکرار کردیم، در حاشیه شورابی به رسم عادت به یک صف ایستادیم و وقتی من گفتم 3، همگی با هم از صخره‌ها شیرجه زدیم. با لباس. یک دور تا نیزارها رفتیم و برگشتیم. آب خنک بود و نرم بادی می‌وزید. بعد آن قایق را دیدیم که از سمت شرق به طرف ما می آمد. هیچ کس در آن نبود جز مردی که با یک عرقگیر سفید چرک جلوی سکان ایستاده بود. هم حواسش به ما بود و هم به پت پت موتور قایق. به ساحل که رسید گفت سوار نمی شوید؟ ما یک بار گفتیم هورا و از هر طرف به بدنه چوبی قایق آویختیم. بوی لاک الکل و رنگ می داد. با هر تکانی قرچ قرچ می کرد. انگار که می خواست ستونهاش از هم جدا شود. ما شاد بودیم که شورابی قایق دار شده است و قرار گذاشتیم هر هفته شورابی. هورا! اما هیچ کس تا آن وقت قایق را ندیده بود و هیچ کس صاحب آن را نمی شناخت و کسی نمی دانست که کی و از کجا آمده. مرد مسنی بود که هم می خندید و هم دلهره داشت. مثل آدم هایی که برای اولین بار پشت فرمان ماشین می نشینند. گفت 4 تا بچه دارم، زندگی خرج دارد. و می خندید، تا بناگوش می خندید.
وقتی همگی از آب کنده شدیم و بالا رفتیم، قایق پت پت کرد و از حاشیه دور شد. قایقچی گفت، هر روز بیایید. من گفتم، هر روز می آیم، گاز بده. اولین باری بود که سوار قایق می شدم و همه لباس هام خیس بود. هول و تکان خاصی داشت و وقتی به میانه شورابی رسیدیم، حس کردم دارد فرو می رود. بعد بچه ها فریاد کشیدند و هجوم بردند طرف در. آن وقت قایق از طرف موتور غوطه خورد و برگشت. حالا مثل کوه روی سر همه ما خیمه زده بود و وارونه داشت فرو می رفت. ما ته آب فریاد می زدیم و بالا می آمدیم. بدنه سنگین قایق به سرمان می خورد و باز بر می گشتیم پایین. من بالای سرم را از آن ته نگاه کردم. تاریک بود. باید از سقفش دور می شدم. ته آب را با دو دست شکافتم و سعی کردم از باتلاق لجنها فاصله بگیرم. و وقتی به روشنا رسیدم، خودم را بالا کشیدم. زیر آب قایقچی را دیدم که تا کمر در باتلاق ها وامانده بود. با چشمهایی از حدقه در آمده می خواست فریاد بزند. با دستش چهار را نشان می داد و من دانستم که حتما قایق را 4000 تومان خریده است. توی دلم گفتم فدای سرت و تقلا کردم که بالا بیایم، اما انگار یکی پاچه شلوارم را محکم گرفته بود. زیر آب جستمش. جمشید دیلاغ بود، سرباز بود. آب می‌خورد و مرا می‌کشید. تا شانه‌هاش در لجن بود، سردوشی‌های طلایش برق می‌زدند. او می‌کشید و من تقلا می‌کردم. یک بار به فکرم رسید که کمربندم را باز کنم. باز کردم و رها شدم. آن وقت من 20 سالم بود. با یک تنکه بنفش به خانه برگشتم. روز خیلی بدی بود و مزه آب شور و ترف را تا مدت‌ها در گلو حس می کردم. حالا هنوز مردم یادشان هست که ما 40 نفر بودیم. مادر جمشید دیلاغ گفت، تو که زنده ماندی، اما خیر نمی بینی. راننده استیشن می گفت، این اورهان نظر کرده است، قدرش را بدانید. مادر گفت، بیا برات سرتاسری بگیرم. یک پارچه آب ندیده آورد، از نوک پنجه پاهام گرفت و از سرم برگرداند تا پشت پاهام. آن وقت پارچه را برید و به فقیر داد. روزگار بدی بود. همه کوچه های شهر عزاداری و ختم بود. غواص های آستارا تا 3 روز لجن های ته شورابی را زیر و رو می کردند. اسکلت در هم شکسته قایق را بیرون کشیدند، اما هیچ اثری از آدم های زیر آب نیافتند. پیرمرد گفت، تب داری؟ دستش را به پیشانی اورهان گذاشت. گرمی، اما تب نداری، مواظب خودش باش. 2 سیگار آتش زد و یکی را به دست اورهان داد. اگر تا صبح یخ نزنیم، هیچ وقت نمی میریم. اورهان گفت، آره. پیرمرد گفت، تو چرا این وقت روز را افتادی که به شب بیفتی؟ هم دیگر را نمی دیدند. فقط 2 گل آتش سیگار در هوا چرخ می زد و گاه گر می گرفت. اورهان گفت، وقتی این سوجی توی خانه نیست، آدم از تنهایی دق می کند. پیرمرد گفت، من اسم تو را قبلا شنیده بودم، برادر کش. اورهان ساکت ماند. پیرمرد تازه چانش داشت گرم می شد. گفت، تو برادرت را کشته ای؟ اورهان گفت، مردم یک چیزهایی می گویند. و دیگر نخواست به حرفهاش گوش کند. سیگارش را نصف زیر پا له کرد و سرش را لای پاهاش گذاشت.
بعدها که فکرش را می کردم یادم می آمد که آن سرباز لاغر و دراز جمشید بود که ما بهش می گفتیم دیلاق. پاچه های شلوارم را چنگ زده بود و می خواست مرا هم با خودش ببرد. رفیق خودم بود اما نمی دانم چرا می خواست این کار را با من بکند. یک روز عصر جمعه که حجره تعطیل بود رفتیم باغ اخوان. باغ بی در و پیکری بود که چند سال بعد دولت افتاد به جانش. درخت‌های نو کاش، خاج‌ها و چنارهای قدیمی را برید. زمین را چمنکاری کرد. چند سرسره و تاب و الاکلنگ برای بچه‌ها کار گذاشت. برق‌کشی کرد. وان وقت اسمش را گذاشت پارک ملی. باغ اخوان هنوز باغ اخوان بود. با دیوارهای ریخته و آجرهای سرقت شده، با کوهی از زباله و آن همه پشه و مگس، و ما هنوز 14 سالمان نشده بود، کنار دیوار باغ می پلکیدیم و فالود فروشها و نیلبکسازها را سیاحت می کردیم. دم غروبی کلاخها دست دست می آمدند و می افتادند به جان گند و کثافت زباله دانی، و ما سیاحت می کردیم. من با پاشنه کفشم زمین را می خراشیدم. می خواستم گرد و خاک کنم. آیدین گفت تو چرا آرام و قرار نداری بچه؟ و من همین جور با پاشنم گرد و خاک می کردم. آن وقت یک سکه سیاه شده از زیر خاک در آمد. با پا پرتش کردم. راه افتاد و زیر سایه یک درخت بید خوابید. جمشید جلو پرید و سکه را برداشت. ما خندیدیم. گفت کی می‌خواهد این سکه را؟ ما نمی‌خواستیم. هنوز آنقدر بی‌پولی نکشیده بودیم که دلمان برای یک سکه سیاه شده بلرزد. جمشید گفت به گمانم دوزاری باشد. گفتم چرا نمی‌گذاری توی جیبت؟ گفت از این پول‌ها گنده‌ترش توی خانه ما ریخته، کسی بر نمی دارد. گفتم توی خانه ما از این پولها نریخته ولی خدا برکت به دخل پدر بدهد. آیدین به ما نگاه می کرد و می خندید. از پر روی من خوشش می آمد. همیشه می گفت خوشم می آید. آدم روداری هستی. جمشید گفت هرچی هم که پولدار باشید گمان نکنم به ما برسید. سکه را پرداد روی هوا و من گرفتمش که توی دست باش ور بروم. آن وقت حس کردم از دوزاری کلوفتر است. زیر فشاری سمنتی که آبش مدام باز بود گرفتم و شستمش. پاک نمی شد. سکه را روی زمین مالیدم و باز زیر آب گرفتم. جمشید گفت ما 3 باغ داریم که باید صبح راه بیفتی و شب برسی تهش. من سرگرم سکه بودم و دیدم که زردی طلا برق می‌زند. پهلوی بود. آن را بین 2 انگشتم گرفتم که جمشید و آیدین نبینند. آیدین گفت طلاست؟ جمشید گفت مال من بود. بده بسیار درازی داشت. لاغر هم بود. با بینی خمیده و دهانی که به نظر می‌آمد می‌خواهد بگوید تو. ما بهش می‌گفتیم جمشید دیلاق. مثل زرافه به جلو خیز برداشت و گفت اول من برداشته بودمش. گفتم میخواستی بر نداری؟ گفت مال من بود. گفتم مال تو توی تنبانت است. گفت من پیداش کردم. گفتم میخواستی پیداش نکنی. دست به یقه شدیم و من به هر جاش که میزدم استخوان بود. آیدین گفت سر پول که دعوا نمی کنند. نصف کنید. گفتم برای چی؟ تخمم را هم بهش نمی دهم. و به خانه برگشتیم. شب که شد جمشید را دیدم که داشت نزدیک کارخانه پنکه‌سازی لرد دنبال خانه ما می گشت. گفتم دنبال چی می گردی دیلاق؟ گفت می خواستم بگویم که سکه را بدهی به من. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه ما آدم های فقیری هستیم. بابام چند سال پیش مرده. ننه هم کارگر کارخانه شکلات سازی است. گفتم خب باغتان را بفروشید بخورید. گفت آخر ما که باغ نداریم. دستم به صورتش نمی رسید.
زدم توی شکمش، دلا که شد، خواباندم بیخ گوشش، برق از چشمهاش پرید و زد زیر گریه. گفت، چرا میزنی؟ گفتم، طول سگ، چرا دروغ میگفتی؟ بعدها مرتبن می آمد و می رفتیم اطراف. دیگر سراغ سکه را نمی گرفت، بعد سرباز شد و بعد آن روز جمعه با هم به شورابی رفتیم. در مسابقه شنای 40 نفره آخر شد و بعد در آن قایق لکنته داشت سعی می کرد برود بالای اتاقک و قوازهای آستارا نتوانستند پیداش کنند. جمشید تنها رفیقم بود. روز ختم عمو عزتش 17 نفر بیشتر نیامده بودند. من نفر 18 بودم و چند دقیقه بعد از ورود من دعای ختم مجلس را خواندند و کسی دیگر نیامد. گفتم پس چرا تیره و طایفه تان نمی آیند؟ گفت ما که دیگر کسی را نداریم. همین ها هستند. گفتم پس همسایه ها؟ و دیدم که آیدین در کنج مسجد نشسته بود. گفتم هی جمشید، اخوی ما را. گفت آره. گفتم چرا مسجد محل خودتان ختم نگرفته اید؟ گفت هم بزرگ بود، هم پولش زیاد می شد. اینجا هم که خیلی پرت است. عموی جمشید دیلاق دست فروش دورگرد بود. چرخ طوافی داشت. زمستانها لبو و باقالی می فروخت و تابستانها میوه تازه. من خیلی دیده بودمش. هر وقت که با جمشید جایی می رفتیم، چیزی هم پیش عمو عزت می خوردیم. از امان پول نمی گرفت. گفتم، عمو عزتت وصیت نکرده؟ گفت، وصیت؟ پوزخندی زد. بدهکاری هاش آنقدرها نیست که بیایند دنبالش. گفتم، پس دار و ندارش را به کی بخشیده؟ گفت، به هیچ کس نبخشیده، چون چرخ طوافیش به درد کسی نمی خورد. تا پسرش بزرگ شود 10 سال طول می کشد و چرخ زیر برف و باران می پوسد. پیرمرد پا شد. در استاب را باز کرد و با آسمان چشم بود. سرمای تازهی به درون ریخت. تند و کشنده بود. اورهان گفت ببند ببند و پیرمرد تند و چابک در را بست. گفت باز میگیرد. اورهان خوابش گرفته بود. گفت چجوری بخوابیم؟ پیرمرد گفت من تا روشنا بزند صبر میکنم. بعد راه میفتم. کبریت کشید و خوب به همه جا نگاه کرد. باز کبریت کشید و بالای آخر گرفت. گفت بگیر اینجا بخواب. اورهان از وسط مالها گذشت. گرمای مطبوعی در لابلای هوای یخزده می دوید. گفت کبریت بزن و پیرمرد زد. اورهان به آخر نگاه کرد. پر از سنگ ریزه بود. گفت اینجا؟ پیرمرد گفت آره بخواب نترس. از آخر بالا رفت و وسط نشست. پاهاش را دراز کرد. گفت پتوی چیزی؟ و در آن تاریکی سعی می کرد در اطراف نگاه کند. پیرمرد با صدای خشکی خندید. اورهان پاهاش را جمع کرده بود. گفت چی بکشم روی خودم؟ پیرمرد گفت اگر بدت نمی آید 2 تا پالون هست. اورهان دستهاش را لای یقش برد و لرزید. گفتم از راه نسیه برفا می روی؟ خیال می کرد سرش را که بگیرد آن طرف نمی بینمش. گفت سلام اورهان. رفته بود سربازی، موهاش را زده بودند و چشمهاش بود افتاده بود. عیاض پاسبان می گفت جمشید رفته سربازی، دارد آدم می شود. آدم بدی نبود،
نمی دانم از کجا پیدا شد و یک بار بی سر و صدا از دنیا رفت و چرا رفیق من بود. وقتی با آن قد درازش جلوی خانه منتظر می ماند، همش فکر می کردم چرا صبرش تمام نمی شود. یک پاش را به دیوار می گذاشت و تکه می داد تا من بیایم بیرون. می گفتم اگر می خواهی که بیایم باید صبر کنی بروم حمام و برگردم. سرش را می خاراند و دهانش را کج می کرد. حمام؟ نمی شود نروی؟ می گفتم یک هفته است نرفتم. چقدر طول می کشد؟ یک ساعت، شاید هم دو ساعت. می گفت، خیلی خوب، صبر می کنم، ولی تو رو به خدا زودتر بیا. و جمشید نمی دانست، یا شاید می دانست و اهمیت نمی داد که وقتی من به حمام می روم، انقدر در بخار آب گرم با صبر و حوصله وقت تلف می کنم و هی خودم را می شویم، سرخ می شوم، آب می خورم، تب می کنم و وقتی بیرون می آیم، دیلاغ همانطور پا به دیوار، مثل وقتی که می آید دم در خانه منتظر مانده است. آن وقت گفتم، خب، دیلاغ، برویم سراغ مارتا؟ سکوت برف ها گوش داد. نمی دانست چه می شود و نمی دانست که بالاخره آیدین را پیدا می کند یا نه. حتم داشت که زنده است و دلش می خواست حالا که تصمیم قطعی گرفته تا آخرش برود کار را یکسره کند و آن وقت بی دغدغه آیدین به بدبختی خودش برسد. این را می دانست که به راحتی می تواند او را به یک جا ببندد، بی آنکه خفش کند، بی آنکه قطره خونی بریزد، بی آنکه مشتی بزند، در برف‌ها رهاش کند. به همین چارچوب هم می توانست ببندد. حتی می توانست از بالای سقف پرتش کند وسط شورابی که روحش زودتر غریق رحمت شود. چون پدر می گفت هر چه جای مرده‌ها خنک‌تر، عذابشان کمتر. قبر آیدا آب ریختیم. مادر شیشه گلاب در دست داشت و من منتظر بودم که بوی گلاب بپیچد. آیدین گفت هرچه نباید میکشی کشید. حالا دیگر خیلی دیر شده. بالای قبر ایستاده بود و به آسمان نگاه میکرد. آن روز کت و شلوار سرمه‌ای رنگ تنش بود و شال گردن ظریفی به موازات یقه کتش از زیر تا دم دکمه ها پیدا بود. پدر که داشت چیزی می خواند سر بلند کرد و زیر چشمی نگاهی بهش انداخت. بعد آهسته در گوشم گفت این الدنگ را نگاه کن. من هم آهسته گفتم آخر تو را سننه. پدر سر تکان داد و گفت لابد می خواهد ساعت 4 بعد از ظهر برود ارمنستان. وایدین همچنان به آسمان نگاه می کرد، انگار که سقوط تدریجی یک چتر باز را زیر نظر داشته باشد. بچه که بودیم، لباس هامان همیشه یک رنگ و یک جور بود. مادر دو تا کلوچه کوچک به ما می داد و می گفت بروید بازی کنید. ما یاد گرفته بودیم که وقتی جایی می رویم دست هم دیگر را بگیریم. گاه مادر ما را می فرستاد که دکمهی، توری، چیزی بگیریم. و گاه به کارخانه پنکه‌سازی لرد می رفتیم. من و آیدین دست در دست هم در راه شیبدار کارخانه می دویدیم. کارخانه آن پایین هور هور می کرد و کارگرها با لباس یک جور و زرد رنگ مرتباً پنکه‌ها را در کارتون‌ها بسته‌بندی می کردند و در محوطه جلوی کارخانه توی ماشین‌های باری کوچک جیمز بار می زدند. تا وقتی که من درس می‌خواندم با هم به مدرسه می‌رفتیم. شر و شور من از بچه‌های دیگر بیشتر بود و من بچه پر روها را نشانش می‌دادم و آیدین می‌کشندشان بیخ دیوار.
سه چهار تا کشیده می خواباند بیخ گوششان. می گفت یادت باشد اورهان داداش من است و وقتی سرخک گرفتم از مدرسه کولم کرد و به خانه رساند. اما روزگار همیشه یک جور نبود. روزهای خوب بود و روزهای بد هم بود و ما بزرگتر که می شدیم بدتر می شد. آیدین گفت توی این مملکت پیش از این که به 30 سالگی برسیم تباه می شویم. تو یک جور، من یک جور، آیدا هم یک جور دیگر. من گفتم جواز کسب باید به نام من باشد داداش. گفت عیبی ندارد، به نام تو باشد. گفتم رضایت شریک باید محضری باشد، ولی ما که شریک نیستیم، برادریم. و جواز را به نام خودم به سر رساندم. عیاض پاسبان گفت 10 قدم جلو افتاده ای. حالا؟ مادر گفت غلط بیجا کردی. چرا پدرت را در گور می لرزانی؟ هرچه دارید نصف نصف. من ناچار سنت‌ها و قباله را بی آنکه فکری به حالشان بکنم گذاشتم بماند. شب که در اتاقم پای پنجره به آسمان نگاه می کردم، صدای پلک زدن و فکر کردن آیدین را از زیر زمین خانه شنیدم و تا چشمم را بستم دیدمش که با یک کارد بزرگ می خواهد هندوانه سرخ مرا از وسط قاچ کند. به وضوح در روشنایی دیدمش. یادم آمد که عدلهای پسته را 40 پله پایین برده بودم و کشیده بودم بالا. انصاف نبود. آن وقت آیدین ول می گشت و درس می خواند و این من بودم که در حجره شانه به کار داده بودم. پدر می گفت کار کردن خر خوردن یابو. نه، انصاف نبود. این همه زحمت، این همه سال. گفتم مادر مگر من نمی توانستم درس بخوانم. گفت چقدر من گفتم؟ می خواستی بخوانی. زندگی تلخ بود. زهر و تلخ. شبها تب می کردم و روزها زجر می کشیدم. می گفتم خدا پس عدالتت کجاست؟ نس نس؟ و از پنجره دود بخاری اتاقم را نگاه می کردم که داشت می رفت سر وقت کلاغ ها. می رفت لای شاخه های کاج تا کلاغ ها یادشان باشد صبح موقع طلوع آفتاب بگویند برف برف. حالا حتم دارم که زنده است. مریض هم نمی شود، اما دندانهاش کاملا پوسیده است و نمی تواند نان و گردو بخورد. غذاهای دیگر هم در دهانش نمی گردد. بیشتر آش می خورد. ظاهرش مثل پیرمردهای زهبار در رفته است، اما قرار ندارد. از کله سر تا بوق سگ بیدار است و نمی دانم دنبال چی می گردد. پدر پرسید دنبال چی میگردی؟ آیدین گفت دنبال خودم. اوایل خیال میکردم حتما یک همزاد دارد که آزارش میدهد. گاه به ذهنم میآمد که اجنه تصرفش کردند. اما هیچ کدام از این چیزها نبود. دانستم که خودش را آزار میدهد و هی فروتر میرود. همه چیزش وارونه بود. عاشق شدنش هم به آدمیزاد نرفته بود. در تب عشق یک دختر ارمنی موبور می سوخت که اسمش سورمه بود. سالها در یک کارخانه چوببری کار کرد، هرچه پول در آورد کتاب خرید و همش خیال می کرد شاعر است. پدر پرسید دنبال چه می گردی؟ گفت دنبال خودم. از آدمی که دنبال خودش می گردد و دیوانگی را پیدا می کند بیش از این هم انتظار نمی رفت. دیوانه ای که نه آزاری داشت و نمی شد تحملش کرد. ته کاروانسرا در جمع باربرها صبح را به شب می رساند و شب دنبالم راه می افتاد و تا برسیم به خانه با همه ی آدم ها سلام علیکی می کرد، چیزی می پرسید و یا تیرهای چوبی برق را می شمرد. گفت می بینی آقا داداش 2 هفته است که دارد برف می تپاند. از روزنه سقف گنبدی کاروانسرا به آسمان نگاه کرد و گفت از بس زیادی تپانده خودش هم از مردم خجالت کشیده. حالا دیگر وقتی مردم شبها خوابند کار خودش را می کند. و
برف از اندازه بیرون رفته بود. همین برف لعنتی که مرا هم آواره کرده، روزها هوا ابری بود و شبها تا صبح یک نفس می بارید. گفت، بعد می گویم آقا داداش؟ خندیدم، گفتم، آزادی، هر چه دلت می خواهد بگو. آمد توی حجره، یک موش تخمه در جیبش ریخت و روی یک گونی پر نشست. گفت، آقا داداش، پول بده بروم حمام. من جلوی در حجره ایستاده بودم. به یکی از شاگردها گفتم که یک اسکناس دو تومانی بهش بدهد. آیدین گفت، آقا داداش، بگو بیشتر بدهد. چای هم میخواهم بخورم. گفتم، چای همینجا هست. گفت، چای فقط چای قهوه‌خانه شورابی. و آمد کنارم ایستاد. کمی خسته بود. صداش به ناله میمانست. گفت، اخوی، دیگر باید بار و بنه را بست. خرابی از حد گذشته. گفتم، کجا انشالله؟ گفت، زابل، شاید هم کابل. گفتم، خیر است، سوغاتی یادت نرود. و چه می دانستم که می رود و دیگر بر نمی گردد. از ویلا دره که برگشتیم حالش به هم خورد. مادر گفت، انگشت بزن، شاید بالا بیاوری. و خودش انگشت میانیش را فرو برد ته حلقش. اما او نمی توانست بالا بیاورد. مادر گفت، چی خورده ای؟ گفتم، کباب و دوغ و ماست و همین چیزها که همه می خورند. مادر گفت، تو که طوری نشده ای؟ گفتم، نه. گفت، پس چرا آیدین اینجوری شده؟ گفتم، نمی دانم. گفت، ببرش دکتر. حالش خیلی خراب بود، خرابتر از اینها که یک آدم مسموم می شود. بردمش دکتر نایدانوف. در اتاق انتظار نشستیم. می گفت، تو سرم بازار مسگرهاست. از طبقه بالای مطب بوی سیرداغ می آمد. گفتم، بگذار نوبت من بشود. گفت، انگار تو دلم رخت می شورن. گفتم، باید چند روزی استراحت کنی. دست و پام بی جهت می لرزید و رخوت مضحکی همه جای تنم را گرفته بود و قلبم تند می زد. گفتم، اعصابت خراب است. گفت، انگار تو پاهام سیم می کشند. تو دلم گفتم، پس کلکت کنده است. سرش را در دست هاش گرفته بود و به خودش حرکت می داد. می رفت جلو، می آمد عقب. بیتاب بود. آن روز از صبح غم زده و خسته بود. نوبت من که شد، رفتیم تو. دکتر نایدانوف چاق‌تر شده بود، مثل حالای من. نشسته بود پشت آن میز چوبی قهوه‌ای با ریش پروفسوری و چروک‌های زیاد پیشانی. گفت، مریض کدام یکیتان است؟ با دست با آیدین اشاره کردم و نشستم. دکتر گفت، چش هست؟ گفتم، توی سرش بازار مسگر هاست، توی دلش رخ می‌شورند، توی پاهاش سیم می‌کشند. دکتر گفت، ببرش دیوان خانه. معاینه‌اش کرد و نسخه ای نوشت. ما برگشتیم. در راه هر چه من می گفتم، او حرف خودش را می زد. گفت، چراغ بالای سرم را خاموش کن. گفتم، لابد تب داری. زیر لب چیزی زمزمه می کرد و سرش را تکان می داد. چشمهاش را به سختی می گشود. قدمهای بزرگ بر می داشت. به دستهاش تاب می داد و راه را نمی شناخت. گفت، زلزله. گفتم، کجا؟ گفت، تازگی ها فهمیدم در مملکتی که جنگ باشد زلزله قریب الوقوع است. میپرسی چرا؟ خب معلوم است، بعدها که دود از کله شهر بلند شد میفهمی. گاه شعر میگفت، حرفهایی میزد که تا آن وقت ازش نشنیده بودم. مادر گفت، چی به ملاجش کوبیده ای؟ گفتم، من؟ و بی آنکه خودم بخواهم به خانه زن پرخان کشیده شدم و او را آوردم، اما نتوانستم باز به مادر بقبولانم که من بی گناهم. زن پرخان گفت، خیرات بدهید، من اگر بیش از اینها حرف بزنم دودمانتان برباد می رود. مادر پریشان بود، پریشان، پریشان، بیقراری می کرد و هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. گفت، شاید یک نفر دیگر. زن پرخان گفت، همین جوری هم که هست خدا را شکر کن.
گفتم مادر، از خودش بپرس، یعنی خیال میکنی کسی زده به ملاجش؟ زن پرخان گفت، اینجور که پیداست، خودش با خودش کرده. مادر گفت، نمیدانم، و گریه کرد. از پله‌ها میرفت پایین و باز برمیگشت بالا، پنجره را میگشود و بعد میبست، نمیدانست چه کند. آدین را خواباندیم، روی تخت من خواباندیمش، نمی خوابید. بردیمش پایین به همان دنگال خودش، اما آنجا هم پا می شد و باز ور می زد. مادر گفت برو سراغ یک دکتر دیگر. دکتر شوشانیک گفت از کی اینطور شده؟ گفتم چند روزی هست که حال طبیعی ندارد، اما امروز دیگر زده به سیم آخر. مادر گفت کجا رفتید؟ چی خوردید؟ گفتم رفتیم ویلا دره، کبابی خوردیم و برگشتیم. دکتر گفت مسمومیت نمیتواند باشد، یک شک آنی است. و خونش را گرفت که بدهد تجزیه کنند. آیدین به حرف لرزه افتاده بود. لبهاش تند می جنبید و چیزهایی می گفت که ما نمی فهمیدیم. یه جا هم بند نمی شد. دکتر شوشانیک با یک آمپول فشار خواباندش و رفت. مادر مرتباً پاشویش می کرد و اشک می ریخت. خیال می کرد تب دارد. من جلو درگاه روی پله ها ایستاده بودم. مادر نگاهی نفرت بار به من انداخت که آب شدم. گفت آخر کار خودت را کردی؟ سرش را به لبه تخت آیدین گذاشت و سیر گریه کرد. اما ای کاش زنده می ماند و می دید که من چه می کشم. اگر می دید که من از دست این بشر چنان به سطوح می آمدم که ناچار می شدم او را به نرده های ایوان بالا زنجیر کنم، به حال من گریه می کرد. موومان دوم بخش یکم. روزی که پدر حجره را از شریکش خرید بیش از حد خوشحالیش را نشان داد. برای پسر بزرگش یوسف یک خودنویس آورد که جوهر پس می داد. عاقبت دست های یوسف آبی شد. جوهرها روی فرش ریخت و مادر ناچار فرش را شست. پدر گفت عجب بچه خنگی. یوسف بچه ساده لوح و زود باوری بود. هر کس می توانست به راحتی گولش بزند. حتی می شد با یک دروغ ساده کلش را در حوض فرو برد. بیش از حد احساساتی بود. نه قدرت اعتراض داشت و نه تحمل مشقت. همیشه گوشه ای را برای گریستن انتخاب می کرد و ساعتها به چیزی سرگرم می شد. بی صدا و بی نیاز. مثل آدم های مرض قندی بود. اما روزی یک بار هم ادرار نمی کرد و از هیچ دردی رنج نمی برد.
رنگ پریده و افسرده و غمگین به نظر می رسید. چشمهاش قدرت تطابق نداشت. وقتی صداش می کردند، بر می گشت، لحظه ای خیره نگاه می کرد، وانگاه می گفت، بله؟ پدر گفت، بله و بلا، چرا جوهر را به دماغت مالیده ای؟ یوسف گفت، هان؟ پدر برای آیدین یک ذره‌بین آلمانی خریده بود که سرش گرم شود و دیگر شیشه عینک ذره‌بینی کسی را ندزدد. آن هم چی؟ ماه پیش از آن پدر بزرگ بعد از 6 سال با دخترها و پسرهاش از ارومیه به اردبیل آمده بود که به جابر و صابرش سر بزند. صابر در اداره شهرداری اندیکاتور شده بود و پدر با پشتکاری که داشت با فروش سهم باغ انگور در آنجا و کار شبان روزی در اینجا حجره‌ای در کاروانسرای آجیل فروش‌ها دست و پا کرده بود. وقتی شیشه عینک پدر بزرگ در کیف مدرسه آیدین پیدا شد، دیگر خیلی دیر شده بود. چون پدر بزرگ با عینک یک چشم کورمال کورمال به ارومیه برگشته بود. وان آخرین سفرش به اردبیل بود. پدر می گفت با دل خوش از اینجا نرفت. پدر بزرگ آدم عجیبی بود و داستانهای عجیبی درباره‌اش می گفتند. پدر معتقد بود که زیادی یک دنده است، به این خاطر که پدر بزرگ 40 سال پیش به دولت قاجار سنگ فروخته بود، اما نتوانسته بود پولش را وصول کند. شاه قبلی مرده بود و شاه بعدی آمده بود سر کار. پدر بزرگ باز مراجعه کرده بود و آنها گفته بودند که زمان عوض شده. از آن پس پدر بزرگ 39 سال شکایتش را به همه جا کشانده بود. چند سفر به تهران، چند سفر به تبریز و بیفایده. آن هم برای مبلغی مضحک، به خاطر 33 تومان و 2 قران راه افتاده بود توی ادارات. هی عریضه نوشته بود، شکایت پشت شکایت و باز هم بیفایده بود. در زمان رضا شاه عریضه بلند بالایی نوشته بود که به دادش برسند، اما نامش را پاره کرده بودند و او باز نوشته بود. حتی در اوضاع جنگ بین الملل به خیال اینکه بتواند کاری بکند اقداماتی کرده بود، نامه ها نوشته بود، شکایت ها کرده بود و دست به دامان این و آن شده بود. در آخرین سفرش به اردبیل تمام پرونده ها را در کیف قهوه‌ای رنگی همراهش می کشید و مدام از 33 تومان و 2 قرانش حرف می زد. پدر می خواست 33 تومان و 2 قران به او بدهد و قال قضیه را بکند. اما پدر بزرگ می گفت که تا به حال باج نخورده و حقش را می خواهد. چند روز در خانه جابرش ماند و بعد به ارومیه بازگشت. 2 سال بعد در لحظه آخری که رو به قبله تربت به حلقش می ریختند به بچه هاش گفت نگذارید حقتان را بخورند. می فهمید؟ این تنها وصیت من به شماست. پدر می گفت حتما در آن دم آخری به فکر عینکش هم بوده. گریه کرد و گفت با دل خوش از اینجا نرفت. بعد که آیدین از مدرسه برگشت پدر گفت پدر سگ، با شیشه عینک بابام می‌خواستی چه کنی؟ آیدین خبر از پیدا شدن شیشه عینک نداشت. برای همین قسم خورد که هیچ اطلاعی از شیشه عینک ندارد. پدر گفت با من بحث نکن. او را به حیاط برد. با طناب به تنه درخت کاج بست و با کمربند آنقدر به کپل‌های بچه زد که خودش به نفس نفس افتاد. اما بیفایده بود، چون آیدین همچنان انکار می کرد و زیر بار نمی رفت و پدر بیشتر عصبانی می شد و باز می زد. یوسف آن وقت 9 ساله بود و داشت از آن سوی نرده ایوان بالا زار می زد و عربده می کشید. پدر گفت تو چرا عر می زنی پدر سگ؟ مادر با آن نفس تنگیش تا آمد خود را به عزیز دردانش برساند، پدر با شلاق کبودش کرده بود. با سگرمه های در هم یک راست رفت جلوی پدر، کمربند را از دستش کشید و داد زد
تو را سننه که بچه‌ام را میزنی. پدر گفت بچه من هم هست. مادر دیگر حرفی نزد. همانطور که عشق میریخت آیدین را از درخت باز کرد و برد. فردایش آیدین از درد پا و کمر به مدرسه نرفت. در خانه ماند و مادر را جان به سر کرد. روزی که پدر حجره را از شریکش خرید، به طور عجیبی خوشحالیش را نشان داد. برای اورهان که 5 سال بود، یک کامیون نیمدار آهنی خریده بود که 12 چرخ لاستیکی داشت و وقتی اورهان آن را با نخ در حیاط می کشاند، تاخ 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 صدا می کرد. آیدین مدام در کمین بود که اورهان خوابش ببرد یا لحظه ای غافل شود تا او ماشین را وارسی کند، ببیند این صداش از کجاست. دل و روده ماشین را بیرون می کشید و باز سر همش می کرد و باز هم نمی فهمید. چند روز بعد با چوب و غرغرگ چوبی و سیم و مقداری از جوهرهای خودنویس یوسف ماشینی ساخت که صدا نمی داد و چرخهاش هم حرکت نمی کرد. باز به سراغ ماشین اورهان رفت. اوراقش کرد، دوباره آن را به شکل اول درآورد و باز هم نفهمید. 5 سال بعد طرحش را کامل کرد. با آهن پاره و چوب و قوطی حلبی و خرت و پرت‌های دیگری که از کارخانه پنکه‌سازی لرد آورده بود، ماشینی درست شبیه ماشین اورهان ساخت که هم صدا می‌داد، هم راه می‌رفت و هم چراغ‌های جلوش روشن می‌شد. اما به قیمت ویرانی ماشین اورهان. پدر گفت کرخر، مگر برای تو ذره‌بین نخریدم؟ چه کار به ماشین اورهان داشتی؟ پدر نمی‌دانست چجوری خوشحالیش را نشان بدهد. بی جهت راه می‌رفت، از طبقه پایین به طبقه بالا، ته راه رو، اتاق مهمانی، اتاق آن طرف، و بعد بی آنکه خود بخواهد پنجره را می‌گشود و از آن بالا با همسایه‌ها سلام و احوال پرسی می‌کرد. به اتاق پایین برمیگشت و به مادر میگفت اگر بچه هام عرضه داشته باشند، بعدها میتوانند حجره نبش کاروانسرا را هم بخرند که وقتی یکیش بکنیم. اما هیچ کس به حرفهاش گوش نمیداد. برای آیدا یک عروسک لاستیکی آمریکایی خریده بود که وقتی فشارش میدادند جیغ میکشید. عروسک مدام توی بغل آیدا بود و با نوازش‌های آیدا حتی صداش هم در نمی‌آمد. زنی چاق و سیاه‌پوست بود که وقتی فشارش می‌دادند، اخم‌هاش می‌رفت تو هم و جیغ می‌کشید. جیغی شبیه گریه زن‌های جیغ جیغو. آیدین بعد از کتک مفصلی که از پدر خورد، برای سرگرمی خود عروسک را به اتاق بالا برد. سوتش را با دندان بیرون کشید و دانست که صدای جیغ از یک دکمه کوچک است. آن را در دندانهاش گذاشت و در آن دمید. کیف عجیبی او را به وجد می آورد و باز می دمید. بعد آیدا صدای جیغ‌های پیاپی عروسکش را در حیاط شنید. و وقتی از پنجره بیرون را نگاه کرد، آیدین را دید که صدای عروسکش را در می آورد. به حیاط رفت و بیشتر دقت کرد، اما نفهمید، حتی از جلو نگاهش کرد و باز نفهمید. آیدین گفت، فشارم بده؟ آیدا فشارش داد و آیدین جیغ کشید، درست مثل عروسک. آن وقت آیدا سراغ عروسک رفت و هرچه گریه کرد نتوانست حرفش را به گوش کسی برساند. برای همین تصمیم گرفت خودش دست به کار شود. موقعی که آیدین داشت با خودنویس یوسف ور می رفت، چنان گازی از گوشش گرفت که آیدین نعره کشید، سوختم. آیدا گفت، جیغ عروسکم را بده. آیدین آن شب از یک کتک مفصل دیگر جان سالم به در برد، چون پدر به خاطر آیدا خونش را کثیف نمی کرد و معتقد بود که دخترها باید خانه‌داری یاد بگیرند. بعدها که بچه دار شدند، با عروسک واقعی سر و کار خواهند داشت.
روز بعد که جمعه بود، آیدین وقتش را با ذره‌بین و کاغذ و آفتاب گذراند. بچه های همسایه را دور خودش جمع کرده بود و بی آنکه کبریتی بزند، دفتر مشق و کتابشان را به آتش می کشید. آن وقت که آنها به صرافت دفتر و کتابشان می افتادند، دیگر دیر شده بود و شعله آتش در آن هوای پاییزی بادخیز زبانه می کشید. آیدین بچه سربراهی نبود. شیطان در رگ و ریشه‌اش وول می خورد. توی گوشهاش وزوز می کرد. او را به تقلا وامی داشت و از او آدمی ساخته بود که امان دیگران را ببرد و بیچاره کند. آرام قرار نداشت، در تمام شبانه روز پی چیزی میگشت و مثل تای دیگرش آیدا از کلش گرمای عجیبی بیرون میزد. آخرین نفری بود که شب میخوابید و صبح اولین نفری بود که بیدار میشد. مادر با نوازش و محبت و اسباب بازی و پول و خوراکی و با هرچی که دم دستش بود او را بزرگ میکرد. و پدر متحیر مانده بود که با این ولد و زنا چه کند. در عصیان او ذلیل شده بود، بی آنکه درس بخواند مرتب بیست می گرفت و بر حیرت پدر می افزود. اما پدر راه دیگری جز کتک نمی دانست، برای همین نمی توانست مهارش کند و عاقبت در می یافت که حریف این بچه 7 ساله نمی شود. پدر آرامش می‌خواست، خسته از حجره‌اش برمی‌گشت و دنبال یک بچه آرام و شیرین می‌گشت که وقتش را پر کند. اورهان بر همه بچه‌ها ترجیح داشت. شیرین زبانی می‌کرد، مثل یوسف ساکت بود، بیش از حد به پدر و مادر اتکا داشت و همین پدر را راضی می‌کرد. لقمه را در دهانش می‌گذاشتند، شب روی زانوی پدر به خواب می‌رفت. و برعکس آیدین و آیدا این دو قلوهای تخس حرف شنوی داشت و همه فکرش این بود که روی زانوان پدر بنشیند و پسته جویده بخورد. پدر می جوید و در دهانش می گذاشت. این کار برای جفتشان یک عادت شده بود. یوسف دلش می خواست مثل سالهای پیش پسته جویده بخورد، اما قناعت کرده بود به اینکه گذشتهش را در اورهان کوچولو ببیند. بی درد سر، بی آنکه کوچکترین بهانه‌ای بگیرد، سرش در لاک خودش باشد و آنقدر به چیزی ور برود که همانجا خوابش ببرد. بعضی وقتها گوشه‌ای می نشست، به حرفها و حرکات بزرگترها چشم می دوخت و شیطنت بچه‌ها را به خوبی تحمل می کرد. حتی اگر یک لیوان آب در یقه‌اش می‌ریختند، دم بر نمی‌آورد. فکر می‌کرد که حتماً باید اینطور می‌شده. با این حال، بیش از هر چیز، سرگرمی‌اش دو قلوها بودند. آنها را دوست داشت، خوراکی‌هاش را به آنها می‌بخشید و خودش را به آنها نزدیک می‌کرد که محبتشان را جلب کند. اما موفق نمی‌شد. آنها دست هم دیگر را می گرفتند و می رفتند گوشه ی حیات. میوه های کاج را چنان ردیف می چیدند که شکل یک قلعه پیر افسانه‌ای ساخته می شد. پدر می گفت یوسف و اورهان به من رفتند. سالها بعد هم در شبی سرد و زمستانی که پدر تا چانه زیر لحاف کرسی فرو رفته بود، بیمناک از وضع آیدین گفت: نمی دانم این به کی رفته. هر چه فکر می کنم می بینم ما در ایل و تبارمان اینجور آدم نداریم. نه قیافش، نه رفتارش. مادر گفت: تو کاشته ای و من زاییدم. پدر گفت: ای کاش نمی کاشتم و ای کاش نمی زاییدیش. پدر حالتی معصومانه به خود گرفت. چشمهاش را تنگ کرد و با صدایی معصوم گفت: انگار بچه ما نیست. نه پول میگیرد، نه نیازی دارد، نه آدم را به حساب می آورد. باری، سالها بعد، آیدین نیز احساس می کرد قرابتی با این خانواده ندارد. آن شور و شر دوران بچگی از یادش رفته بود، هیچ چیز برایش تازگی نداشت، انگار یک بار در این دنیا زیسته بود و حالا تجربه دومش بود. احساس می کرد از نظر چهره هم شبیه
به هیچ کدام از افراد خانواده نیست. شباهتی هم که با آیدا داشت بر اثر مرور زمان از بین رفته بود. در 18 سالگی چنان لاغر شد و قد کشید که صورتش به دور از آن ملاحت دوست داشتنی حالتی حزن‌انگیز پیدا کرد. چشمهای پدر کوچک و آبی و تقریباً بی مژه بود و چشمهای مادر حتی اگر خط سرمه را عمدن بیشتر می کشید که شباهتی به چشمهای تاتاری آیدین پیدا کند، باز هم مغل نبود. پدر کوچک و ریزه مثل کشمش خشک مانده بود. برخلاف صداش که آدم حیرت می کرد این صدا از کجاش در می آید، صدایی سرد و برنده به تحکم صدای مأموران تأمینات. پدر بزرگ در آخرین سفرش گفته بود همیشه جابر بود و صداش هیکلین یخ، و مادر استخوانی و ظریف و نازک بود مثل پرکا. موهای سیاه قشنگی داشت که وقتی بافته ها را باز می کرد گیس بلندش پله پله جعد می خورد. اما آیدین چارشانه و کشیده بود، با ابروهایی که با چند پر دیگر می رفت به هم بچسبد و آن چشمهای باریک و موهای صاف که چترش روی پیشانی را می گرفت حسابش را از آیدا هم جدا می کرد. پدر گفت این شیطانک ها را نگاه کن، دارند شر می شوند. مادر گفت خب بچه ها که می دانی. پدر گفت این پسر با مرگ طبیعی نمی میرد، بلایی سر خودش می آورد. مادر گفت خدا نکند. اخم کرد و چشم غره رفت. این چه حرفی است می زنی جابر؟ آیدین دردانه من است، همه یک طرف، این یک طرف. قربان صدقه فکر کردنش می رفت و خوابیدنش و شیطنتهاش و حتی گریه هاش. می گفت صداش مخمل است.